مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مستی و اخت و چت میشم، یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی باحالم. مهمون امروز آدم خیلی خیلی کولیه که خیلی وقت دنبال این بودم که باهاش صحبت کنم و خیلی خوشحالم که بالاخره این فرصت فراهم شد. ولی قبل از اینکه بهش برسیم، مثل همیشه اول تبلیغای داستانا و این چیزای اول پادکست. اسپانسر این پادکست این اپیزود betterhelp.com است که یه آنلاین کانسلینگ پلتفرمه برای تراپی و اینا، و من خودم از اونجا تراپیست گرفتم و الان میبینم با باش صحبت میکنم. و اگر از لینک من استفاده کنید betterhelp.com/mastiorasti، یه کمک خیلی بزرگی میشه به پادکست. خواهید اگه کنجکاوین برین روش کلیک کنید. من توی کنسرت دارم چند وقت دیگه توی اروپا، 11 اکتبر برلین، 15 اکتبر آمستردام، 20 اکتبر کلن، 29 اکتبر هامبورگ، 2 نوامبر وینا. برین kingram.com بلیتاتون رو بگیرین. باشم همیشه میام چون تبلیغ مهران برادرم میکنم، کارش سایکدلیک تراپیه. اگر علاقه دارین در مورد سایکدلیک تراپی بیشتر آشنا بشین یا کنجکاوی دارین، برین به صفحه مهران mindbodyintegration.ca یا legacyjourneys.ca یا سر بزنین که لینک همینا رو میذارم پایین تو دیسکریپشن. مهمون امروز یه دوست عزیزی به اسم ملیکا که تو اینستاگرام خیلی تو میشناسین با هندل ملیک، فکر میکنم MELLIIIC دیگه داره یا نه همین نمیدارم، بعدا درستش میکنم. اگر چرا قطع شد؟ الان برمیگرده ملیکا. و اینکه بذار چک کنم اینستاگرامشو. آره MELLIIIC. ملیکام یه آدم خیلی کول، ادونچر، ماجراجو و یه حالت سفرنامه خیلی ویژوالی داره توی اینستاگرام. تک و تنها پا شده رفته جاهای عجیب غریب و خیلی کول و اگزوتیک سفر میکنه و پای خودش یه جوری ایستاده و تمام این داستان زندگیش رو از روی این سفر نامه و از این ماجراجویی فراهم میکنه. و این به نظر من خیلی هم بخاطر اینکه خوب دختره و از مینیاسن جوون تو ایران اومده و دنبال اون آرزو و آرماناش رفته، خب خیلی چیز جذابیه به نظرم و همینطور برای خیلی از بچه‌ای که دنبال کاراش هستن. و بذار که برگشت. چی شد؟ یه قد شدی یه ثانی آرزاشم دارم معرفیت میکنم اینا. آره ببخشید، من خودم یه لحظه الان صدا میاد، صدای تو یهو قطع و وصل میشد برام، ولی I think it's my internet but now نداره. I changed it to my own phone. آها اوکی اوکی. ببین ممکنه کیفیت یه ذره عقب جلو باشه، بالا پایین باشه، ولی اوکی خواهد بود چون با کیفیت بالا آپلود میشه تو خود این داستان. میخوای از اول برم یا نه یا چیکار کنیم؟ من که تو آخه تو رو کالی معرفی کردم که رفتم. میتونیم ادامه بدیم. آره میتونیم مهم نیست شما این پادکست. من خیلی با اکون گوشتر از این حرف همو بخوام دوره از اول همین داستان رو بگم. ولی اگر یه درصد قطع شد، یه دونه سافتور دیگه ای دارم میتونیم از اون استفاده کنیم. و اوکیه، مسئله نیستش. فقط آره الان میگم ممکنه تصویر من اگر یا صدا میذاره عقب جلو شد، این نگران نباش چون فاینال پروداکت وقتی که آپلود میشه با کیفیت بالا همه چیز آپلود میشه. خلاصه داشتم میگفتم که تو یادم ماجراجو و خیلی ادونچر، آدم خیلی خفن که پا شدی تک و تنها رفتی دنبال این ادونچر و ماجرای خودت و کلی هم آدم با خودت بردی تو این سفرنامه. حالا با تو هم ویژوال هم به صورت روایت ها و داستانایی که شیر میکنی و مینویسی. فکر کنم سوال من و سوال خیلی از بچه‌ها این بود که اصلا جرقه اولی که اصلا این داستان شروع شد چی بود؟ شاید میگم خیلی شاید خسته کننده باشه، هزار با جای دیگه شاید گفته باشی، ولی چی شد که یه روز یهو پا شدی رفتی؟ سلام، اولا که منم خیلی خوشحالم که داریم بالاخره با هم دیگه صحبت می‌کنیم و مهمون این برنامه هستم. من تئاتر خوندم توی ایران، هنرستان تئاتر خوندم توی تهران و دانشگاه نرفتم.
یعنی از همون 18 سالگی شروع کردم، حالا هم تو محیط تئاتر هم با بچه‌های انگلیسی درس می‌دادم، دوره‌های مربیگری گذروندم و اینا. بعد خیلی هم خوشحال بودم توی تهران، داشتم زندگیمو می‌کردم که یه بار چه یکی از گروه‌های تئاتری یه عزیزی روز تولد 19 سالگی من به من یه کتابی داد راجع به زندگی مولانا. بعد منم اون موقع خیلی به مرگ و معنی مرگ و پدرم هم سر دست داده بودم 6 سال قبلش، خیلی به این چیزا فکر می‌کردم. و این کتابه موقعی که تموم شد من احساس کردم من باید پاشم برم قونیه، انقدرم حالا همشم تو محیط همون قونیه بود و تمام شخصیت‌ها و اینا. و من به مامانم گفتم من واقعا احساس می‌کنم باید برم قونیه. حالا نه مثلا بعضی خانواده‌های ایرانی خب مثلا هر تابستون میرن اروپا یا حداقل ترکیه‌شون میرن، ما مثلا شمال همیشه میریم تابستون، یعنی رایجم نبود تو خانواده‌مون که بخوایم سفر خارج از کشور بریم. من حتی پاسپورت هم نداشتم، یعنی بعد اقدام کردم کنم برای پاسپورت هم و این داستانا. و مامانم گفت بابا مولانا همین جاست، مولانا تو قلب توه، نمیدونم بری اونجا مولانا اونجا نیست که. من گفتم نه، من یه واقعا یه چیزی داره منو صدا میزنه و من باید برم و نه از تو نه پول میخوام نه اجازه میخوام. بعد مامانم هم همیشه مثلا میگفتش که بعد از 16 سالگی زندگی خودتونه. بعد من قشنگ حرفش گفتم مامان جان من 19 سالمه، من فقط دارم اعلام میکنم که من قراره همه کارامو بکنم، آقا مسئولیت با خود من، من میخوام پاشم برم قونیه. یعنی سفر اول تنهایی من یه سفر یه هفته‌ای بود به ترکیه، هیچی از سفر کوله گردی کار داوطلبانه هیچ ایده‌ای نداشتم، با چمدون پاشدم رفتم و خیلی خوشم اومد از اینکه اولا که اصلا دنیام حالا باز شد، جدا از اینکه از تنها بودن در یک کشور جدید خیلی خوشم اومد، از دیدن مردم جدید و اون جرقه اولیه فکر کنم همین بود، حالا بعدش به سفرهای بعدی بس شد. یه اشاره جالبی کردی میگم به داستان، میگم مثلا داوطلب شدن و کلا یه فرهنگی فکر میکنم هستش که توی سفر کردن تنهایی با بکپک، یعنی با کوله گردی، یه زندگی حالت نومادیک و عشایری که از یه جا به یه جای دیگه، که یه سری اتیکت داره، سه چیزا یاد میگیره، حالا چه از هاستل موندن، چه چادر زدن، چه خونه این و اون تاپال شدن. چون بعضی وقتا خیلی ها تصورشون از سفر که قبر می جای خیلی لوکس و ریلکس و ویلا و فلان و اینا، ولی توی این اینجور سفر رو فکر میکنم که خیلی وقتا مشکلات و داستان و اتفاقات غیر قابل پیش بینی شده میاد که اصلا جذابیت اون سفر نصفش به همون اون قضیهش میشه که تو چجوری میدونی مکان تو پیدا کنی، چجوری غذا تو فراهم کنی، چجوری بتونی هم لذت ببری از اون محیط که رفتی توش و فلان و اینا. میخوام بدونم که اون اوایل مثلا یه ترسی داشتی یا چجوری شد، مثلا خب یه پیش زمینه ای خب اون به اون صورت نداشتی، بعد چی شد که بیشتر و بیشتر از ترکیه به کجا رفتی و این چجوری بیشتر این کرم درست افتاد به جونت که بخوای ادامه بدی این داستانو؟ من از گونیه که برگشتم اول که ترس خیلی داشتم، تنها چیزی که تا به نفس داشتم اینه که خب زبان انگلیسی بلد بودم، میدونستم آقا من کارم راه میافتم، من میتونم با مردم ارتباط برقرار کنم، گرچه حالا ترکیه هم میریم میبینی هیچ انگلیسی بلد نیست، ولی این کرمه احساس کردم من هنوز نمیدونستم سفر چی، اصلا سفر یعنی چی، یا به خاطر سفر برم سفر نبود. من ترکیه رم به خاطر قونیه پا شدم رفتم ترکیه، نه حالا به سفره خیلی یا چی سفر میتونه به یاد بده و این داستانا نمیدونستم. تا بعد برگشتم ایران ولی همش تو ذهنم بود که من دلم میخواد دوباره تنهایی برم یه جایی. داشتم تدریسمو میکردم، تئاترمو کار میکردم و اینا، تا دوباره دیگه دوست داشتم میرفتم کوهنوردی درکه، خیلی من کوه میرفتم تو ایران. بعد یه بار اون بالا نشسته بودیم گفت من خیلی دلم میخواد پاشم برم ویپاسانا. گفتم که ویپاسانا چیه؟ گفت یه دوره 10 روزه سکوتیه، نمیدونم غذای گیاهی دارن. و من از غذای گیاهی متنفر، من گیاهخوارم 5 سال غذای گیاهی متنفر بودم، مامان من غذای گیاهی درست میکرد لب نمیذارم، میگفتم من فقط گوش میخوام و این داستانا، نمیدونم اینجوری اونجوری و اینا. توی نپال، یعنی حالا تو خیلی کشور دارم، گفتم من میخوام برم نپال و اینا. بعد از این آدمام بود که همش میگفت من میخوام برم ولی نمیرم، یعنی مثلا گفتم خب چرا نمیری، میتونی بری، هم هزینه شو داری هم پاسپورت داری هم میتونی بری. ولی مثلا و من از طریق این دوست واقعا با ویپاسانا آشنا شدم و رفتم گشتم تو وبسایتو، خیلی خوشم اومد، یه حالت چالش برام داشت، یعنی گفتم من اصلا میتونم، من اصلا با بچه‌ها کار میکنی، تئاتر داری کار میکنی، تمام روز من فقط داشتم داری حرف میزنی، داری میخونی، داری حرکت انجام میدی، پر از جنبش بود روزها، احساس که من میتونم
ده روز نه تنها سکوت زبان بلکه سکوت بدن، سکوت ذهن، یه چیزی کالینگی داشت. یعنی یه چیزی به من گفت آقا من دارم خواهد برم اینو امتحان کنم و حالا بعد مامانمو دوباره با مامانم صحبت کنم. مامانم میگفت یعنی 10 روز تو گوشی قرار نیست دستت باشه، من کجا بدونم تو کجایی. ولی خب خودش هم چون خیلی خیلی عرفانیه و خیلی از این مبحثا دوست داره، از خود ویپاسانا خوشش اومده بود. ولی اینکه من بخوام برم و این داستانا، نپال یکم از ترکیه دورتره، میخواستم 2 هفته برم دوباره کار کنم پول جمع کنم. من بچه تهران پول جمع میکردم، حالا با مامانم اینا زندگی میکردم، یعنی پول اجاره اینا نمیدادم، ولی لباس میخریدم دیگه. انسان خرج لباس و مباس و آرایش و وسایل گیریمم و داشتم و این داستانا، و حالا بیا اونا رو جمع کنم. موقع دلار 3600 تومان بود میشد از این کارا کرد، و 3-4 ماه هر چیزی که کار میکردم همونو جمع میکردم. و سفر دومم نپال بود. تو نپال یعنی تو خود حالا ویپاسانا، من و یه دختر دیگه که اونم آلمانی بود، آلمانی هم که میدونی اصلا 18 سالشون میشه اول 1-2 سال میرن دنیا رو میگردن بعد زندگیشون رو شروع میکنن، و اونجا اصلا از روسیه، از ونزوئلا، از آلمان، از همه جای دنیا آدم اومده بودن. و بعد از اون 10 روز، یعنی حالا اون 10 روز که اصلا سفری بود جدا، من شروع کردم صحبت کردم با این دختر و گفتش که من دارم یه سال دارم تو آسیای جنوب شرقی سفر و کار داوطلبانه میکنم. گفتم کار داوطلبانه چیه؟ گفت نه اینجوری مثلا. بعد اونم داشت با بچه‌ها انگلیسی درس میداد، مثلا گفت نه میریم مثلا تو مدارس، حالا یا تو مزاره یا هم با اقسام داره، میری 5 ساعت در روز کار میکنی، به جا میدن، به غذا میدن. و من اصلا اون جرقه مثلا نمیدونستم، هیچ ایده‌ای نداشتم که میشه به این سبک زندگی کرد، یا میشه به این سبک سفر کرد، یا میشه سفر کرد و به قول تو رفت داخل فرهنگ مردم، تو خونه مردم. و مثلا کاری که من عاشقش بودم اینه کار کردم با بچه‌ها رو، من میتونستم تو جاهای مختلف دنیا انجام بدم. اون دیگه منو ول، یعنی من برگشتم ایران اصلا مغزم نمیتونست توقف کنه. تمام گفتم مگه بخوام برم چند ماه یه جا کار داوطلبانه کنم؟ بعد رو نقشه نگاه میکردم، تنها جایی که داشت منو صدا میکرد آمریکای جنوبی بود. حالا من هیچی، نه زبان اسپانیایی نه فرهنگ، ولی همیشه آدم جاهای دور افتاده و خیلی برام اسرارآمیز بود این سرزمین. جور از اینکه عاشق رقص های لاتین بودم، عاشق رقص سالسا بودم، همیشه مثلا ویدیو میدیدم و رویا پردازی میکردم و این داستانا، ولی اون جرقه میگم این دختر 19 ساله آلمانی که داشت اینجوری زندگی میکرد، ایده بعدی از اونجا من. چند تا چیز اشاره کردی که میخوام یه ذره بیشتر باز کنم بحثا. یکی همون ویپاسانا که فکرم قبلا منم بهت گفتم، منم 2 دفعه رفتم تجربه کرده بودم. دارم تازه کنم یه مهمونی داشتم که خودش رفته بود ولی الان یه ذره زدش بود، ولی اتون قراره بدنم با آقای فکر کنم اسمشون اگه اشتباه نگم آقای نوبهاری کسی بود اسمشون چیه، کسی که ویپاسانا آورده بود ایران، قراره با اونم اتون صحبت بکنم به زودی. و میگم برای بعضی ها جالبه، برای بعضی ها جالب نیست. من خودم همیشه میگم آدم کنجکاوی هستم، از ویپاسانا تا سایکدلیک اکسپریانس و تجربه های اون روانگردان و نمیدونم مراقبه با برام همیشه جذابه و دوست دارم امتحان کنم. و میدونی یکی از خوبی های ویپاسانا اینه که خب مجانیه، سقف و خونه و غذا اینا تامینه اون موقعی که میخوای بری اونجا. و یه میدونی حالا فلسفهشو لزومن میگم اون به خود آدم داره که چقدر باش جفت و جور میشه، ولی توش کلی به نظر من حرفای خیلی مفید و خوبی هستش که آدم بتونه ازش استفاده بکنه. و دیدی خودت هم که خیلی وقتا آدم میگن 10 روز برم تو تنهایی خودم چیکار کنم، چجوری مثلا خیلی سخت و حرف نزنم و فلان و اینا، در که به نظر من همه اون نیاز داریم تو دنیای امروز که یه ذره بریم تو خلوت خودمون و بتونیم با تنهایی خودمون کنار بیایم. این میخوام بدونم که تو از اون موقع که رفتی ویپاسانا هنوزم مثلا تمرین میکنی، مراقبه میکنی کم و بیش، یا شده یه برای تو یه روتینی شده توی زندگیت اون لایف استایل، یا نه دیگه الان مثلا هر از گاهی مثلا اگر مثلا حس حالشو داشته باشی، یا یه چیز خوبی ازش گرفتی و نگه داشتی و چیزای دیگه اضافه کردی به خودت در طول مسیر، یه چیزای جدیدتری آشنا شدی؟ من بعد از نپال یه بار توی آرژانتین توی سنتر ویپاسانا چی میگن کار داوطلبانه کردم، یه بار دیگه هم تو کانادا بازرگانی. دفعه دوم برای من از دفعه اول حتی سخت‌تر بود. و اینکه میگی فهم کنم واقعا برای همه نیست، یا اینکه میگه خیلی خوشون نیامده،
هر آدمی میتونه چیزی بگیره. برای من فهم میکنم چیزی که ازش گرفتم مشاهده کردن بوده، مشاهده کردن احساساتی که میان و میرن، و یا همین آنیچاه، همین که همین آنیچاه همون این نیز بگذرد خودمونه، یعنی این که من این سختیه یا این درده مهمون منه و حسش کنم و بذارم که بیاد و بره. اینو من هنوز که هنوزه، حالا نه به شکل سنتی ویپاسانا که حالا مثلا چون میگفت یه ساعت صبح یه ساعت بعد از ظهر، من فهم میکنم تو مدارس ایران با ما کاری کردن که هر کار دیگه بخواد روتین بشه منو یاد نماز صبح و ظهر و شب میندازه و من یهو زده میشم. یعنی این که آخرش میگفت که مثلا به نظر من خیلی خوبه آدمایی که بتونن صبح و عصر تمرین کنن، من یه گاردی هنوز که هنوزه دارم و منو یاد نماز خوندن چهار بار در روز اگه نخونی اینجوری میشه و این داستانا میندازه، برای همین اون تمرین رو ندارم که هر روز بشینم یه ساعت. ولی چرا همین تمرین مشاهده کردن و هنوز که هنوزه داره منو نجات میده واقعا. آره دیگه، میگم آدم در طول عمرش یه سری ابزارهای پیدا میکنه برای مقابله کردن با اون دردها، با اون سوالها، با اون مشکلایی که پیش میاد، و هرچی آدم تجربهش بیشتر میشه، علم و خردش بیشتر میشه، سفر بیشتر میکنه، با فرهنگ آدمای بیشتری آشنا میشه و درک میکنه، فکر میکنم بیزاره راحتر میشه دیل کردن باشه. حالا بعدا هم جلوتر تو بحث با دوست دارم بریم عمیق‌تر توی این بحث، چون یه چیزی که من مثلا خب 42 سالمه و همیشه میگم من هنوز نمیدونم دارم چه گویی میخورم با زندگیم، و ولی با تمام سختی و بالا پایینایی که داشتم احساس میکنم حداقل ترین چیز اینه که یه ذره یاد گرفتم که بتونم با مسئله جوری کنار بیام که قبلا شاید نمیتونستم، یعنی خیلی بیشتر وارد چه میدونم دچار آزار و رنج بیشتری میشدم و اذیت میشدم. ولی اینو بگو که بعد از این داستان که بعدش رفتی آرژانتین، بعدش هم رفتی سمت آمریکای لاتین، یا این وسط برگشت ایران یا نه دیگه مثلا رفتی و دیگه شروع کردی از یه جا پریدن به یه جای دیگه؟ من بعد از سفر ترکیه برگشتم ایران، بعد از سفر نپال برگشتم ایران، و یعنی دو هفته کلن فقط نپال بودم. برگشتم ایران تیر ماه بود، من آذر ماه همون سال، یعنی 7-8 ماه بعدش سفری رو شروع کردم که الان هنوز توشم و الان 5 سال و نیمه، 2-3 ماه دیگه میشه 6 سال. آره almost تقریبا 6 ساله که الان من این سفر رو شروع کردم. بعد از نپال که من برگشتم خودم رو آماده کردم علاوه ذهنی و لحاظ حالا پاسپورتم که داشتم، ولی نداره که مثلا ویزا، مثلا از یکی از آموزشگاهی کار میکردم گفتم برای من بنویسن یه سال میتونم مرخصی کاری بگیرم و یه سری مدارک تأمین کردم. و مقصد اول من، یعنی پرواز کردم دو روز قبل از تولد 20 سالگیم 14 آذر به قونیه، دوباره رفتم یه دوره 10 روزه عروس هست، همه درویشا از همه جای دنیا میان از 16 آذر تا 26 آذر که روز مرگ مولاناه و روز مرگش رو جشن میگیرن، و من این 10 روز رو قونیه بودم، از قونیه به استانبول پرواز کردم به ونزوئلا، و مقصد اولم تو آمریکای لاتین ونزوئلا بود که قرار بود چند ساعت من بمونم چون واقعا خیلی خطرناک بود. ولی تا رسیدم ونزوئلا پولم نبود، یعنی ترکیش ایرلاین من خیلی مثلا همه هم گفتن خطرناکه و به همه هم، یعنی فامیل مثلا اینجوری بودن که نمیتونستن مثلا منو قانع کنن که نرم، همزمان هم همهشون میترسیدن که مثلا مامان من میگفت آخه من نمیفهمم چه احتیاجی، مثلا مامان بزرگم میگفت حالا مثلا میخوای بریم اونجا کار داوطلبانه کنی، خب بیا تو همین ایران کار داوطلبانه کنی، مثلا مامانم میگفت آقا میخوای اصلا چند سال بری، یه سال بری سفر، برو هند، برو آسیا، برگرد نپال، برو آفریقا، هر جایی میگفت برو جز آمریکای جنوبی. و مقصد اول من اکوادور بود، چون اون موقع ایرانیا برای اکوادور برای 90 روز ویزا نمیخواستن، الان متاسفانه میخوان، و من توی آمازون اکوادور یه خانواده آمریکایی اکوادوری پیدا کرده بودم که برم بچه‌هاشون رو هوم اسکول کنم 3 ماه. اصلا من همین بود، گفتم یا 3 ماه میرم اکوادور برمیگردم ایران یا میتونم ویزا بگیرم ادامه بدم، که حالا الان توی همین ویزا گرفتنم دادنم. ولی رسیدم ونزوئلا و ترکیش ایرلاین همه کوله ها رو چیزا رو جا گذاشته بود ترکیه، بعد اوضاع ونزوئلا و کاراکاس خراب بود و اینا. من در کل حالا 12 روز ونزوئلا بودم،
بعد 3 ماه اکوادور، الان خیلی چه جزئیات نمیدونم فهمم میگم اکوادور مسیرمو بگم، اکوادور، کولومبیا، بولیوی، پرو، شیلی، آرژانتین، اوروگوئه، برزیل، همه اینا 18 ماه، یعنی تو هر کدوم موندم، زندگی کردم، کار داوطلبانه کردم. از برزیل می‌خواستم بیام آمریکای مرکزی، ویزا نمیدادن چون مثلا اینکه شاه ایران تو پاناما بوده، بعد پاناما با ایران الان مشکل داره، ویزا نمیدن به ایرانی ها، نمیدونم کاستاریکا مشکل داره. خلاصه که هر کشور تو آمریکای مرکزی میرفتن میگفت نمیشه، ولی اگه ویزای کانادا یا آمریکا یا شنگن داشته باشی میتونی بیای. خلاصه که یکی از دوستامون از کانادا برای من دعوتنامه فرستاد، من ویزای توریستی کانادا گرفتم و این تابستون رفتم غرب کانادا، سالت سپرینگ آیلند، یه جزیره بین ونکوور و ونکوور آیلند. اونجا با خانواده کانادایی سه ماه زندگی کردم، با همش با بچه‌ها و حالا تو مزاره و اینام همینطور. و بعد از اون جمهوری دومینیکن، هایتی، پاناما، کاستاریکا، نیکاراگوئه، همه اینا چندین ماه ها، یعنی همینجوری تون تون رد نشدم. بعد یه سال گواتمالا بودم که سال کرونی، همون یه سال کرونا، روزی که 13 مارچ 2020 که مرزای همه دنیا بسته شد رسیدم گواتمالا. و من سعی زیران خواهش دارم نمیستم گواتمالا کشوره، یعنی که میگفت گواتمالا چیه مثلا میکنم غذا هست نمیدونم چیه. یه سال گواتمالا بودم و الان 2.5 سال که مکزیکم. حالا این بین سفرامو کردم، ولی اینجا دیگه مهاجرت کردم، یعنی اینجا دیگه رزیدنتم و اقامت دارم و دارم یک کم ریشه میکارم، پروسه کنم مثلا ببینم چی شد. چقدر خفن، چقدر باحال. ببینید آخه خیلی چند تا لایه هستش توی این داستان. اینکه خب خیلی جوون بودی تو این کارا رو کردی و میدونی جاهایی هم رفتی که خب نسبتاً جای خیلی امنی نبودن، حالا چه به خاطر دلایل سیاسی یا هر دلایل اقتصادی و هر دلیلی. میدونی سوال خیلی کلیشه است که شاید خیلی آمازه بپرسن و اینا، ولی هیچ جایی توی سفرات هیچ جایی بود که احساس امنیت نمی کردی یا همیشه احساس میکردی که هیچ میتونستی راحت از همه از پس این مسائل بر بیای؟ 100% بود موقع هایی. مثلا من توی کولومبیا که بودم، دومین کشورم، سومین کشورم بود تو آمریکای لاتین، اسپانیایی بلد نبودم واقعا، یعنی تا 10 میشمردم و در حد اینکه این چقدر میشه و اینا. و فهم میکنم ندونستن زبان اون اوایل خیلی منو هولم میکرد. مثلا ممکنه یه آدمی تو خیابون داری راه میری مثلا صحبت کنه، بخاطر تو نمیدونی اون دم واقعا داره چی میگه و به خودت میگیری یا ذهنه شروع میکنه صحبت کردن که این آدم داره راجع من صحبت میکنه یا میخواد چیزی بدزده من. اون اوایل ندونستن زبان باعث میشد، تو کولومبیا خیلی این احساسو داشتم. توی هایتی تجربه بدی داشتم و واقعا احساس ناامنی که میتونم بمیرم در این حد، یعنی احساس میکردم که الان میتونم هیچ چیزی برای دفاع کردن خودم ندارم، میتونن این آدم ها واقعا هر کار دلشون میخواد بکنن. همچین احساساتی داشتم واقعا. و به نظرم امنیت هم همین حس هست دیگه، مثلا میتونی ساعت 12 شب تو ونکوور احساس ناامنی کنی، میتونی 3 صبح تو یه جای دنیا احساس امنیت کنی، یعنی همین حس هست که تو اصلا حس میکنی به نظرم تو وجودت که الان ناامنه، اینجا ناامنه یا اوکیه، اینجا امنه، این آدم ها امنن. این دوتا کشور، این دوتا لحظه ها بوده. تو گواتمالا هم خب قبل اینکه اصلا بدونم چی میخواد بشه، خیلی یه ماه اول اصلا ترس، همه هم میگفتن برو خونه، باید برین خونه هاتون، کرونا که شده برو خونه. بعد تو مثلا 3.5 سال تو جاده ای، مثلا خونه کجاست؟ بعد توی یه هاستل بودم، یه سری جهانگرد دیگه ای بودن، مثلا گفتن آره لندن داره برای ما، انگلیس داره برای ما هواپیما میفرسته ما رو برداره، نمیدونم آرژانتین هم همینطوره، چه میگفت آره کانادا هم برای ما. و من جونم که ایران سفارت هم نداره تو گواتمالا، مثلا کس قرنش بیاد منو برداره برگردونه کشورم. 100% آره موقعی بوده که احساس کنم که احساس ناامنی و ترس کنم. بچه ها خب میام یه سوالی که کردم همیشه، خب سوالی دوباره کلیشه که آقا مخارج رو چجوری در میاری و اینا، که فعلا فکر کنم توضیح داری دیگه، هم یا با کارهای داوطلبانه یا هوم اسکولینگ یا بالاخره کار پیدا میشه. آدم که خودشو غرق یه فرهنگ و یه کشور میکنه، با آدما وصل میشه، به جای که میگم با رفیقات وقتی که میری سفر همین پا میشی میری یه هتل و یه ریزورتی که شبیه هر هزار تا ریزورت و اینای دیگه است، تو خیلی جذب اون فرهنگ اون دنیا نمیشی و طبیعتا فکر میکنم تنها وقتی که سفر میکنی خیلی چیزای بیشتری به دست میاری. و همین که پستاتم بود که داشتم نگاه میکردم و یه سوالی هم که خیلی بچه ها کردن در مورد همین قضیه تنهاییه، که
بحث سولیتود و قدرت تنها بودن. دوستم میذاره با هم در مورد این صحبت کنی و اینکه خب طبیعتاً بالاخره تو هم میدونی انسان نیازهای خودتو داری. بخوام بدونم که یعنی یه تعادلی پیدا میکنی بین اون موقعهایی که تنهایی تو واقعا دوست داری و یه موقعی که نه واقعا دوست داری که در چه میدونم آغوش کسی باشی یا با یه کسی کانکشی، حال کنی، هوکاپ کنی، فلان و اینا. و یه و بخوام بدونم که این حسه رو تو این تنهایی چه جور قدرتی رو تو میبینی و پیدا کردی تو این سفرات؟ اون از همون توی همون سفر قونیه شروع شد، این احساسی که چقدر من با خودم راحتم و میتونم برم تنهایی یه کافه بشینم یه قهوه بخورم یا تنهایی تو خیابونا راه برم و صرفا دلم نخواد که حالا یادمی حتما کنارم باشه یا ناراحت باشم از اینکه تنهام. این از اون موقع نبود توی من که احساس ناراحتی کنم با خودم بودن و این هی حالا قدرتمندتر شد. مثلا که مثلا از تهران و زندگی ایران در میای و انتخاب خودم بوده، یعنی هیچکی منو مجبور نکرده پاشم برم آمریکای جنوبی و موقعهایی بود که احساس میکردم که هیچکی منو نمیفهمه. و یه بار یادمه توی اروگوئه مثلا نوشتم 400 روز من تو این مسیر تنهام، 100% که همیشه آدما بودن، هر جای رفتم خانواده ها بودن، تو مسیرم تو اتوبوس با یه آدمی حرف زدم، رفتم اینجا غذا بخورم، صندلی بغلم، همیشه آدما هستن ولی تو مسیر فقط من بودم و احساس می‌کردم هیچکی منو نمی‌فهمه و خودمو دارم. در صورت که آدما می‌فهمن ولی حالا اون تجربه ها رو ندارن یا هر چی، ولی تنهایی هی عمیق و عمیق و عمیق و عمیق‌تر شده. خیلی جاها غمناک بوده برام، همین که اصلا لذت میبرم از تنهایی برام غمناک بوده. خیلی جاها احساس قدرت، مثلا الان توی این دوره هستم که احساس قدرت میکنم، با قدرت این که یعنی من قویم، میتونم تنها از بس این چیزا بر بیام و یا صرفا به خاطر اینکه با یکی باشم با یکی نیستم. یا آدمایی که میان تو زندگیم که زیادم حسال ازش راجعشون خیلی صحبت نمیکنم، صرفا به خاطر اینکه با یکی باشم نمیچسبم، وگرنه آدم خیلی هست که بخواد حالا بیا با من سفر کنه یا بیاد بمونه یا هر چی. و 100% موقعهایی بوده که عاشق شدم و دلم میخواسته که پیش اون آدمه بمونم یا اون آدمه با من بیاد و نشده، حالا یا به دلیل ویزایی و پاسپورتی من بوده یا به دلیل مسیرهامون بوده که من می‌خواستم سفر کنم، اون آدم یک جانشین بوده و من در نهایت سفره رو ترجیح دادم یا مسیره رو ترجیح دادم. و اونجا برام خیلی غم آورده که خب من دلم می‌خواست با این آدم لحظات بیشتری رو شریک بشم. ولی در کل به نظرم تنها بودن به معنای، یعنی اون که میگن آخه مثلا تنها داری میری، به نظر من خیلی اینجوری نیست. یعنی من خیلی اینجوری می‌بینم که آقا واقعا من به خودم فقط احتیاج دارم و حالا یه کوله‌ایه و دارم میرم و دوست دارم از این بگم، چون آدم ها احساس میکنن که باید با یکی برن سفر، یا مثلا میگن یا مثلا من زنم نمیتونم یا دخترم نمیتونم یا فلان میشه بیسار میشه، همه اینا فقط چیزای ذهنمونه. به نظر من هیچ کدومش واقعی نیست، همه اینا رو باید کند و گفت که آدم خودش هم بخواد یه مسیری رو بره که کسی اگه همراهش نباشه میتونه بره. همزمان بازم هستم که حالا همراهی اگر بود باشه، ولی تا الان که نبوده. آره یه آزادی هستش دیگه توی اون تنهایی. منم خب مامانم همیشه مسخره میگه تو زندگی خیلی کلی داری و این نوماتیک لایف استایل تو. من مثلا پیشم سفر اومده بود میگه واسه من نمیتونم اینجوری واسه هر روز فلان و اینو پاشم برم و این ور و ور اونجوری که تو میری. و من ولی خیلی باش کنار اومدم، یعنی چه تو چادر رفتنه، چه تو مبل خونه مردمه، چه تو هتل رفتنه، چه هاستل فلان و هر چی، یعنی اذیت نمیشم. خیلی همشه من میگم ناراحت نمیشی تو تخت خودتو نداری یا خونه خودتو نداری؟ و میگم نه واقعا من واقعا دوست دارم وقتی که هر شب خونه یادم یه سری یادم جدید آشنا میشم، با هم دیگه سر میز جدیدی داریم هم شام میخوریم و میگیم و میخندیم و داستانامون رو با هم عوض میکنیم و به اشتراک میذاریم. این برای من خیلی جذابه، یعنی از اون نمیدونم، من برام از یک نواخ بودن است که منو دیوونه میکنه. و این متاسفانه فکرم یه اعتیاد یه ذره ترسناکیه که خب میاد تو هم سوال میکنم چون جوابش خودم نمیدونم هنوز، اینی که منم همینجوری
هر شب عاشق یه نفر میشم، میدونی هر شب با یکی هوکاپ میکنم و هر شب هم اینجوری هم که وای با این میتونم این دفعه کار کنم و همه چی اوکی بشه و همینجا بمونم یا اون با من بیاد. بعضی خوام میگم تو حق نداری به کسی بگی زندگیشو بکنه به خاطر تو، اینو دیوونه ها پاشه بیاد اون ور دنیا. چون چندین بار شده که ببینم که پاس کسی خوردم که خیلی دوستش دارم و میگم اه کاش که این با میومد، یا من بعضی خوام سعی کنم بمونم همون جایی که اون آدم و دیدم برای چند هفته ندارم دیوونه میشم، نمیتونم، این من نیستم، این نمیتونم ادای چیزی رو در بیارم که نیستم برای اون آدم. و میدونی یه حس عجیب غریبی که خیلی ها که میدونی زندگی خیلی استراکچرد و منظم میدونن نمیتونن در کنم، میگن نه بابا برو مثلا زن و بچه تو بگیر و فلان، ولی میدونی سخته پیدا کردن یه آدمی که بتونه آدم های دیوونه مثل ما رو تحمل کنه و پا به پامون بیاد همه جا. و میگم تو برای خودتو توی این پروسه میگم اون حساری که تجربه کردی همین داشتی میگفتی یه جاهایی تو هم مثلا عاشق میشدی فلان، خیلی حس عجیبیه دیگه. یعنی اون لحظه که باز اون آدم خداحافظی کنه، میگفتی یه سر یه تصمیمی که مثلا که من باید ویزا بگیرم یا اون داره یا نداره، یه ذره برام بیشتر میگی از این حست؟ اولا که خیلی باهات موافقم که اعتیاد آوره رو، یعنی انقدر آدم با خودش خوب و راحته که میگه اگر یه آدم قراره بیاد باید خیلی آدم خاصی باشه که بیاد، چون I'm doing great by myself. یعنی اگه یه آدمی بیاد و این حسه برای منم دقیقا شده که بخوام مثلا بگم حالا اوکی مثلا حالا یه ماه اینجا بیشتر میمونم و بعد میبینم که آقا من واقعا الان مسیر من اینه که باید ادامه بدم به این سفره. صدای من میاد؟ فکر کنم قطع شدی ملیکا. آره داشت میگفتی که میتونی درک کنی اون حس که اعتیاد آوره این داستانه. آره و من مثلا بخوام به داستان مثال مثلا بزنم، 5 سال پیش توی جنوب شیلی من عاشق پسر آرژانتینی شدم و اصلا یعنی در نگاه اول و اصلا یه حس خیلی عجیبی بود. بعد نه اون انگلیسی صحبت میکرد نه من اسپانیایی صحبت میکردم، مثلا ما چجوری داشتیم با هم صحبت میکردیم، ولی بعد گفت قرار شب آخر من بود، نمیدونم برای تو اتفاق افتاده یا نه، همیشه لحظه آخری که میخوای از یه جا بری اون موقع میت میکنی و یکی دوبار هم اتفاق نیفتاده همیشه. و من میگم خب من الان دو سه هفته است تو این روستا برش میادم نیده بر روز آخر بگیرم و اینم بپرستم چون خیلی مهمه شده که من چون این کارو کردم بلیط تو عوض کنی یا اسکیجول تو عوض کنی برای چند روز عقب دیگه بگی شاید یه شانسی باشه یا فلان، چون من چند بار سعی کردم که مثلا خوشو عقب جلو کنم شاید اوکی بشه، ولی تای خطش هم باید برگردم به اون مسیر خودم. دقیقا همین چه گفت حالا بیا کم دیگه بیشتر بمون و من 90 روز میتونم تو شیلی بمونم، روز 86مین روزم بود، گفتم من 4 روز دیگه میتونم بمونم. بعد من 6 هفته برای ویزای آرژانتینم ثبت کردم، نمیتونستم متاسفانه شاید خودم فهم کنم اگه من پاسپورت یه کشور دیگه یا داشتم شاید اصلا اون تابستون رو میموندم، اول تابستونم اصلا تابستون رو میموندم با این آدمه، ولی نمیتونستم نرم، ویزام اکسپایر میشه، ایرانیه، نمیدونم تلاش کردم اون آدمه میتونست بیاد، یعنی اون نیومد در نهایت و 4 روز موندم و من آدم خاطره ساختم و هنوز با همگه در ارتباطیم و الان زن و بچه داره ولی هنوز با همگه در ارتباطیم و خیلی برای من همین خاطره ها میمونه. میگه من قرار بوده من آدمه رو ببینم، ازش این چیزا رو یاد گرفتم و بعد قرار بوده که من مسیرم ادامه بدم و یعنی حداقل اینجوری الان بهش نگاه میکنم یا بهش معنی دادم تو ذهنم و همین در حدی که یکم اکستند بشه و در نهایت میفهمی که بعد مسیر خودتو. آره خیلی حس عجیبیه و میدونی من یه چیزی که با خودم باهاش خیلی میجنگم تو این پادکست هم خیلی دمورش حرف زدم، یه روزایی اینجوری که وای من بچه میخوام و فلان و زن و بچه و از این حرفا، بعد یه روز اینجوری که وای اصلا تصورشم برام سخته، چون بعضی از پارتنرام که تو طول این مسیر این پادکست هم داستانشو تعریف کردم مثلا بچه دارن بعد چند ماه خب مثلا یه حالت پارت تایم فادر میشم و بچه داری میکنم، میگم چقدر سخت و بعد چقدر زمان و انرژی و فکر و مسئولیت میخواد و من
میدونی، یعنی یه چیزایی که بعضی وقتا از خودم خجالت میکشم، میگم من 42 سالم ولی اصلا حوصله، میدونی، من کون خودم به زور میتونم جمع کنم، چه برسه به این سری آدم دیگه ای که بخوام به من میدونی اتکا کنن. و شاید میدونی دارم سعی میکنم بذارم مسئولانه تر برخورد کنم مثلا به این موضوع، اگر مثلا به جایی رسیدن که صحبات بیشتری داشته باشم تو زندگی، اگه بخوام وارد این رابطه جدی تری بشم. ولی در حال حاضر میگم اون لامصب انقدر اعتیاد آور اون تنهایی، اون رهایی و اون آزادیه که اصلا اینی که بخوام خودم رو لاکداون کنم یه جا، هنوز اون ترازو برای من اونقدر معنی پیدا نکرده که بخوام بگم اون ور ترازو رو برم که آره نه دیگه اینجا میخوام سلو داون بشم. شاید هیچ وقت نیاد، یعنی و مشکلی هم ندارم اگرم پیش نیاد، یعنی اوکی ام، چون بر اساس خیلی از مطالعاتی کردم اصولا آدمای سینگل خیلی از یه لحاظی خوشبختر و خوشحالترن توی زندگیشون، نه همیشه ولی خب تو دنیایی که امروز زندگی میکنیم که استقلال فردی و شخصی خیلی مهمه، فکر میکنم که خیلی چیز با ارزشه، خیلی شانس از یه لحاظی، خیلی هم شانس دارم که این لایف استایل زندگی رو دارم. و بعضیا میگم فکر میکنن که خیلی سخته و گرونه، اولین حرف هم میگم بابا شما بچه پول دارین و فلان و از این حرفا، در حالی که واقعا با حداقل امکانات و هزینه ها اگه واقعا دنبالش باشی واقعا میتونی همینجوری سفر بری دور دنیا، یعنی هزاران مثال هستش، یعنی فقط واقعا اون اراده خودت به نظر من تای خطش که بخوای این کارو بکنی یا نه. این توی سفرت بخوام بدونم که مثلا کارهای داوطلبانه یا کارهایی که مثلا با مؤسسه‌های فرهنگی یا اجتماعی و اینجور چیزهای کار کردی، خود اون خیلی خوب به نظرم قابل تقدیره، تو دیدم خیلی کارهای متفاوت و باحالی میکنی و اون از یه لحاظی خب باعث میشه که هم بتونی عمیق‌تر وصلی به اون فرهنگ و اون جامعه. میخوام بدونم برای خودتو هم، من دیدم تو خیلی واقعا خیلی جاها توی سفر، یعنی داری همچنان میدونی آدم چیزی نیستی که فقط داری حالت خیلی گریدی و خصیصی داری فقط میگیری از همه، داری همچنان همزمان هم حالا با مخاطبینت یا خود آدمای اون محله اون دنیایی که توش هستی داری you're giving back، داری چیزی پس میدی به اون جامعه. میخوام بدونم که این حس این باز بودن قلبت از کجا میاد؟ این مام بابات اینجوری بارد آوردن، خودت یاد گرفتی با مرور زمان؟ ای بابا دور دیسکانکت شد امریکا، ببخشید بچه ما دوباره قطع شدیم یه ذره، نمیدونم اینترنت من یا امریکا یه ذره قزمیته، خلاصه ولی داشتم از تو سوال میکنم، نمیدونم تو کجا شنیدی یا نه، من داشتم میپرسیدم که کار داوطلبانه فقط. آره ببین کنم خواستم این کار داوطلبانه و با کامیونیتی کار کردن، با کارهای فرهنگی که انجام میدی، بخوام بدونم که این وقتی که خودتو غرق میکنی توی این فرهنگ و جامعه های مختلف و جدیدی که آشنا میشی، چون یه کار قشنگی که دیدم توی سفرات میکنی اینه که آدم خیلی خودخواه و خصیصی نیستی، یعنی فقط اینجوری نیست مثل این توریستایی که داری فقط برای خودت همه چیو میگی، تو داری چیزی هم کانتریبیوت میکنی، داری پس میدی، حالا چه از لحاظ درس دادن چه کمک ها و کارهای والنتیری که میکنی. میخوام بدونم که این از کجا میاد، این حسی که تو قلبت انقدر باز و بزرگ و اوپن و دوست داری چیزی هم پس بدی به دنیا، این از معاملات اومدش، از چه جور این از کجا میاد، این ذهنیت تو سفرات یاد گرفتی، کتابایی که میخوندی چی بوده، چی رو تاثیر گذاشته که چی، میدونی هممون بالاخره یه جا شروع میکنه فلسفه‌مون شکل گرفتن که من چیم و من کیم و دیدگاهم به دنیا چجوری شکل میگیره. میخوام بدونم برای تو این اصل این داستان از کجا شروع میشد؟ چه سوال جالبی کردی، شاید خودم حتی بهش فکر نکرده بودم که مثلا این از کجا میاد، ولی مادر من خیلی آدم گیوینگیه، خیلی دهنده است و فهم میکنم که جدا از اون من احساس میکنم که هر کشوری که دراشو به روی من باز کرده، حالا شاید اصلا چون شاید اگه ایرانی نبودم و انقدر سخت نبود برام وارد کشورها شدن، انقدر دلم نمیخواد چیزی پس بدم به اون جامعه، ولی همین که انقدر در این کشورها برای من سخت باز شده که احساس کردم من باید تشکر کنم از اون سرزمین، یا باید صدا میاد؟ آره آره صدا میاد، من فقط گذاشتم رو لو دیتا که دیگه قطع نشه، فقط داره میاد صدا تو اینا. اوکی.
و فهم کنم که میتونه ریشهش از مادرم بیاد و طوری که هست، ولی در کل احساس میکنم که وقتی که شروع کردم به کار داوطلبانه خیلی خوشم اومد، مخصوصا از اون تجربه با خانواده ها بودن، چون احساس میکنم من الان هر گوشه آمریکای لاتین یه خانواده‌ای دارم چون باشون زیر یک سقف زندگی کردم. مخصوصا وقتی تنها هم سفر میکنین بهت احساس امنیت میده، کلی چیزای جدید یاد میگیری و به نظر من این چیزی باید واقعا پس داد، مخصوصا اگر بیشتر از یکی دو هفته یا مثلا اگه سفر توریستی نمی‌کنیم، یا مخصوصا حالا کسایی که تمام سال کار میکنن 10 روز وقت دارن برن سفر، خب اونا واقعا فقط 10 روز وقت دارن برن و میخواد آدمه توی ریزورتی باشه، لب آب باشه و حالا عشق و حالشو بکنه، ولی کسایی که مثلا من همش تو جادن، واقعا به نظر من همین یه چیزی پس دادن، چون یه چیزی واقعا داری، تو داری از اونا طرز زندگیشون رو یاد میگیری، درهای خونهشون رو برای تو باز کردن، صد درسته که تو هم داری حالا با اون بچه ها یا تو مزرعه یا تو هاستله داری تو هم یه چیزی میدی، ولی انقدر اون به نظر من اون تجربه ارزشمنده که اون چیزی که من به نظرم بهشون میدم 10 برابر میارزه به تمام چیزهایی که دارم ازشون یاد میگیرم. و زبان یاد گرفتنم برای من یکم اینجوری بوده، چون من اصلا فکر نمی‌کردم که اسپانیایی یاد بگیرم یه روزی، اصلا نه دلم می‌خواست یاد بگیرم، نه فکر می‌کردم اصلا ممکنه، چون انگلیسی از بچگی بلد بودم، ولی مثلا الان اصلا باورم نمیشه یه سری آدمی که مثلا یارو 5 سال 6 سال داره تو مکزیک زندگی می‌کنه یه کلمه انگلیسی صحبت، یه کلمه اسپانیایی صحبت نمی‌کنه، و من میگم به نظر من مینیمم اگه داری جای زندگی می‌کنید واقعا مینیمومش اینه که زبان اون آدم ها رو مثلا یاد بگیری و بتونی مثلا باشون صحبت کنی. به نظر من اگه داری یه جا سفر میکنی، میگم این حالا نه برای همه ها، ولی برای خود من خیلی مکسنس میکنه، چون برحال از اون کشور تو داری خیلی چیزها داره بهت میده، و شاید هم بگم خودخواهی هم میتونه باشه، چون به خودم حس خوبی میده اون کار داوطلبانه، در نهایت شاید به خاطرم حس خوبی که به خودم میده دارم انجامش میدم. میشه مدلای مختلفش نگاه کرد، و این حس که میگم خیلی چیز جالبی که اشاره کردی، میگم این زبان برای من خودم خیلی سواله که آدم این ارتباط برقرار کردن، این کمیونیکیت کردنه. از این طرف میگم توی کشوری میری مثلا توی آمریکای جنوبی و لاتین، فکرم انگلیسی خیلی کم حرف میزنن برای، و خیلی خوب کمک میکنه، به غیر از برزیل که خب پرتغالیه، آدم اسپانیایی یاد بگیره خیلی کارش راه میفته. و ولی از اونم مثلا من خودم واقعا تلاش میکنم میرم یه جایی سعی کنم یه چیزا یاد بگیرم، بتونم ارتباط برقرار کنم، و خیلی هم کیف میده با اون کلمات شکسته آدم سعی کنه با یکی ارتباط برقرار کنه. در از اونورش هم خیلی چو دیدم که میدونید خیلی وقت دوستای ایرانی دارم که مثلا 20 سال آمریکا یا کانادا، به خصوص کانادا، هنوز یه کلمه انگلیسی به زور حرف میزنن، انقدر هرسم در میاد بعضی وقتا، میگم با اینجا دارید چیکار میکنید تو دقیقه. و توی این پروسه میگم الان اصلا تو دیگه الان اسپانیشی که خوب تقریبا یعنی میتونی خوب حرف بزنی، یعنی یاد گرفتی کاملا؟ آره 100%. یعنی من الان اسپانیایی که تو مثلا موقعی که تو مکزیکم که خیلی پیشرفت کرد، با اسپانیایی کار میکنم، درس میخونم، کلاس شاعری اسپانیایی میرم، رمان میخونم، ولی همین کار داوطلبانه، همین زندگی با مردم به من، چون هیچ وقت کلاسم وقت نداشتم برم، همین زندگی با مردم باعث شد من یاد بگیرم. یعنی وقتی هر آدمی به نظر من جای من بود، خیلی جا میگم مثلا وای چه جوری یاد گرفتی، من میگم هر آدمی جای من بود من کار عجیبی انجام ندارم. روزی بیشتر از 12 ساعت داشتم اسپانیایی میشنیدم، نه فقط یه سال، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال دیگه چاره نداشتم، واقعا چاره نداشتم جز اینکه یاد بگیرم. This episode is sponsored by BetterHelp. Give online therapy a try at betterhelp.com/mastiorusty and get on your way to being your best self. Do you ever find that you're just trying to fall asleep and your brain suddenly won't stop talking and your thoughts start racing all over the place? That happens to me quite a bit. And sometimes it's just really difficult to untangle the chaotic web of all of these random thoughts that are just coming at me 1,000 miles a second. But luckily, there's a way to sort of help calm the mind down. And for me, that's the only consistent thing has truly been therapy. It's honestly one of the best ways to make those racing thoughts go away. Therapy gives you a place to do that so you can get out of your negative thought cycles and find some mental and emotional peace. As most of you know, I talk about mental health a lot on my podcast, and I've actually been seeing a therapist on BetterHelp for the last little while, and I
I'm absolutely amazed at how great this person is and how much it's been benefiting my life. And so if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. Just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist and switch therapists anytime for no additional charge. And as a special offer for our listeners, you'll get a 10% off for your first month of counseling when you sign up through our unique link, which will be here in the description. Make sure you go click on it, go check it out, see if it works out for you, and come back and give me your feedback. If you're feeling stuck, overwhelmed, or just need someone to talk to, don't hesitate to check out BetterHelp.com. Remember, taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Find more balance with BetterHelp. Visit BetterHelp.com/MastioRosti. That's BetterHelp, HELP.com/MastioRosti, and you'll get 10% off your first month. And thank you to BetterHelp for sponsoring this episode. ببخشی بچه ها، دوباره این اینترنت هی دیوونمون کرده امروز. ملیکا داشتی در مورد زبان حرف میزدی، فکر کنم که چجوری یاد گرفتی و چجوری عادت کردی که مثلا دیگه جوری اسپانیایی بشه زبان دومه تو اون منطقه که کاملا نیاز خیلی اساسی داره. من احساس میکنم که اول از همه که چاره ای نداشتم، یعنی اون اوایل نه قصدی داشتم یاد بگیرم زبان اسپانیایی، نه فکر میکردم ممکنه، چون انگلیسی هم از بچگی از 3 سالگی مامانم معلم زبان انگلیسی بود یاد گرفته بودم. ولی واقعا وقتی روزی بیشتر از 12 ساعت داری زبانی رو میشنوی و داری تو دل مردم زندگی میکنی و باید باهاشون به زبان اسپانیایی صحبت کنی، چاره ای نداری جز یادگیری. یعنی فکر میکنم هم راه دیگه ای نداشتم، هم بعد از همون داستان عاشقی و اینا خیلی انگیزم بیشتر شد که زبان رو یاد بگیرم که دفعات بعد که عاشق شدم بتونم با اون آدمه صحبت کنم و خود واقعیم باشم. این خودش خیلی جالبه. یه سوال خیلی احمقانه، ولی مثلا با آدمایی که دیت کردی هیچ وقت مثلا بگیم با فرهنگ‌های مختلف که دیت میکنی اون حس و حالت، یعنی اون بخوام بدونم که چیز متفاوتی حس میکنی اگه مثلا یه ایرانی رو دیت میکردی یا غیر ایرانی، بچه هایی که مثلا چرا ساوت امریکان یا لاتین امریکا یا اروپایی یا کانادایی، و خواهم بدونم که تو تجربهات واقعا، من مثلا میدونم بیزاره شاید کلیشه باشه این حرف ها، استریوتایپ باشه، ولی مثلا خب خیلی با دختره لاتین امریکن که بودم خیلی پشنت، و چون همه جا ممکنه بالا پایین و خوبیه بدیه خوش رو داشته باشه، میخواهم بدونم الان تو خود وقتی مثلا با کسی کنیک میشی یه ستایل خاص داری که مثلا یه پیش زمینه اون آدم با داشته باشه، مثلا آقا مثلا چه میدونم دمپایی مثلا سفید پاش نباشه، یا چه میدونم یه چیز خاص خودت که یا نه بیشتر اون آدمه هر جوری که کانکت بشی و یه جذابیتی خودش ارگانیک به وجود میاد و یا توی لحظه همه چیز خیلی کول میشه یا نه؟ من چه سوال جالبی کردم. از من اصلا سریوتاپ نیست و سوال جالبیه. من الان 5 سال ایرانی دیت نکردم و اصلا نمیدونم، احساس میکنم قسمت ریلیشنشیپ هم الان فقط لاتینوه، نمیاد ایرانی فارسی نمیاد، فارسی خیلی مؤدبانه، ولی من مردهای بزرگتر از خودم رو دوست دارم. یعنی فکر میکنم اگه اون تایپی که بخوای بگی و بگم یارو میگم اون آدم باید که از من مینیمم 10 سال بزرگتر باشه، یعنی نمیتونم. یه بار منم تو گواتمالا یکی از من 3 سال بزرگتر بود فقط دیت کردم، برای همیشه بستم بود. و میگم جذب مردهای واقعا الان مثلا میگم 35 تا 40 مثلا جذب اون سنی ها میشم چندین ساله، یعنی از همون 19 سالگی هم من مردهای بزرگتر خودم رو دوست داشتم. و یه مدت مثلا خیلی تو کف آرژانتینی ها بودم، مثلا هر آرژانتینی میدیدم میگفتم آرژانتینی. خیلی آدم های بازی هستن، همین پشنت بودنه خیلی دوست دارم توی لاتینا، همزمان مردسالاری هم توشون هست. ولی خب ما از ایران میایم، اونقدی که مثلا بر اروپایی ها مردسالاری لاتینا به چشم میاد، در من که از ایران میام به چشم نمیاد راست جا بخوای. و الان مکسیکی ها رو هم خیلی دوست دارم، مخصوصا که لهجهشون و یا نوعی که هستن. الان فکرم جذب آدم هایی میشم الان در زندگیم که لحاظ
هنری، یعنی هنرمندی، حداقل اگه آرکیتکت هم باشه مثلا موسیقی هم دوست داشته باشه یا یه هنری توشون باشه، آدم ها خیلی منو جذب میکنن. مثلا یه با یه بیزنسمن استاک بروکر نمیدونم توی کانسلتینگ فرم کار کنه و اینا، مثلا با اینجا آدم هم کانک شدی یا نه بیشتر میگم خودت به سمت مثلا به دو آدم های یه ذره آرتیستر میره، یه ذره هیپیتر، یا میگم اون برات خیلی مهم نیستش؟ بیزنسمن و اینا نه، ولی مثلا ترش همین مثلا آرکیتکت بوده اون آدمه، مثلا خیلی داده زندگی شهر اینا، ولی مثلا موزیسین هم بوده. یعنی اشکال نداره اگر که مثلا حتی لایره مثلا اون آدم، ولی مثلا اگه بنویسه یا مثلا یه کار هنری یا سیرکس یه چیزی داشته باشه، اونو منو اترک میکنه. بامزه. آره من خیلی برام سوال خیلی وقتا، چون نمیدونم خیلی وقت من با در مورد موضوع خود پادکست خیلی حرف زدم، میدونید با آدمایی که توی دهه 20 سالشون 20 سالگیشونه که کانکت میشن، 20 تا 30 یه جور آدم هستن، 30 تا 40 یه جوری، 40 بالا یه جوری دیگه است، و بعضی وقتا خب با یه آدم جوان‌تر که مثلا هوکاپ میکنم، خب یه هیجان و یه حس و حال خیلی خوبی داره از یه لحاظی، میگم هر سنی برای خودش داره، ولی بعضی خواهم از خواهم سوال میکنم میگم فاک من مثلا من خیلی از این آدم بزرگترم، و یعنی بعضی جامعه یعنی بعضی خواهد یه جوری نگاه کنه که بگه آقا این آدم چه میدونم یه کمبودی داره که یاد بره با یه دختر جوان، ولی خب هر کس دیگه از 21 دو بالاتره دیگه میدونی یه عقل و یه چی میگن یه maturity دارن که دیگه اون چی میگن اتونومی روی بدن خودشون رو افکار خودشون دارن که اون عملیات که باعث بشه که بتونن تصمیم بگیرن، و خب تمام یاد میگیرن دیگه از روی تجربهشون و اینا. ولی خود منم نمیدونم مثلا برای خودم بس خود سوالی که پیش میاد اینه که خب پرمننت پارتنر اگه بخوام داشته باشم و اگه بخوام بچه داشتم، خب بهتر نیست که مثلا پارتنرم بذاره جوان‌تر باشه، من که دارم پیر میشم حداقل اون با بچه‌های ذره بیشتر بمونه. چه میدونم یه فکرای احمقانه بعضی وقتا آدم بلند بلند با خودش میکنه و نمیدونم جوابش چیه و نمیدونم آخرش هم برای من یعنی کدومش کار خواهد کرد. فعلا موقع معروف میگه من خودم این لایف استایل خیلی چی میگن اتیکال نان مونوگامی که دارم خیلی هم شفافم در موردش و اینجوری برای من این فعلا کار میکنه تا هر چیزی. من همیشه فلسفه‌م اینه که برای هر کی هر چی کار میکنه whatever works، یعنی برای تو اگه این کار میکنه که یعنی متحد باشی، متحد فارسی من انقدر بد میشه بعضی وقتا، و دوست داری توی committed relationship باشی، زن و بچه داشته باشی، ایول میدونی کسی لازم نیست توجیه کنه بگه این بهتره یا اون بهتره، همش خوبه، هیچ مشکلی نیستش واقعا، چیزی که تو دوست داری و برات کار میکنه. چون از یه طرفی خیلی وقتا که سوالی برای آدم ها پیش بدونی که میگن که آدم تو تنهایی ممکنه میدونی سنش که میره بالاتر ناراحت‌تر بشه، افسرده‌تر بشه، یه همراهی داشته باشه که کنارش باشه شاید زندگیش بهتر باشه، ولی لزوما میدونی هیچ تضمینی توی این توی این قضیه هم نیستش دیگه. برای همین سعی میکنم راستش دیدی بهش فکر نکنم. تو حداقل جوونی وقت زیاد داری که بالا پایین کنی و تجربه کنی ببینی آخرش واقعا چی میخوای. آره این راجع به جامعه که گفتی، به نظر من هر کاری تو بکنی جامعه یه چیزی میگه. یعنی من خیلی مثلا خیلی ها میگن چون پدرتو زود از دست دادی جذب مردهای بزرگتر خودت میشی، 100% این میتونه یکی از دلایلش باشه، ولی خب من خودم هم فهم میکنم روحم خیلی بزرگتر از خودم و خیلی موقع 40 ساله میبینم، یعنی از خودم نمیدونم انتظار دارم و فهم میکنم که هر کاری بکنیم چه همچنان خود دیت کنی جامعه ایسی میگه، کوچیکتر دیت کنی جامعه ایسی میگه، بزرگتر دیت کنی جامعه ایسی میگه، اصلا مهم نیست جامعه چی میگه، یعنی اگه اون کانکشنه بینتون باشه یا به قول تو آدم بالای 18 سال دیگه عقل خودشو داره، تصمیم میتونه برای خودش بگیره، و اگه کانکشن بینتونه یا کمیستری یا هر چی، به نظرم حالا چه برای دو روز باشه چه دو سال باشه چه دو دهه باشه همون مهمه، اصلا حرف بقیه مهم نیست. توی اوقات فراغت مثلا چی کار میکنی تو؟ مثلا چی برای تو وقت تو چجوری پر میکنی؟ کتاب چی میخونی؟ آدیو بوک گوش میکنی؟ پادکست گوش میکنی؟ دیدم که عاشق آبشارم زیاد هستی ظاهرم، کنار کلی آبشارهای خیلی خوشگل عکس داری،
میخوام بدونم که چجوری وقت تو پر میکنی، وقتی میخوای بری برای خودت لذت ببری اصلا موبایل تو چقدر بهش نگاه میکنی، اصلا خود این داستانی که چجوری اصلا اینقدر فالوور گرفتی و مخاطب پیدا کردی، اصلا این تو فکرت بود که این قرار پروسی زندگیت بشه یا خودش با طبیعی به وجود اومد؟ و آره یه دوست داشتم در مورد این بهم یه توضیح بدی. من کتاب میخونم، مینویسم، کتاب فیزیکی دوست دارم، نه صوتی گوش میدم نه پادکست گوش میدم، خیلی کتاب فیزیکی دوست دارم و همراه خودم حمل میکنم، تموم که بشه میذارم یه جایی، بعد دوباره کتاب دیگه پیدا میکنم، قرض میگیرم یا هدیه میگیرم یا هر چی، دوباره اونو همراه خودم میبرم. طبیعت 100% آب شیرین من خیلی دوست دارم، حالا چه دریاچه باشه چه رودخونه باشه چه آبشار باشه، خیلی باعث اصلا منو میشوره، همه چیو میشوره میبره این آب شیرینه بیشتر از دریا. و خیلی سعی میکنم اگه اطرافم هست برم تو دل اون آب شیرینه و خیلی دوست دارم کلا شنا کردن و آبو خیلی دوست دارم، کوهنوردی هم خیلی دوست دارم، آشپزی میکنم، آشپزی رو خیلی دوست دارم، همینجوری غذا درست میکنم. و حالا هر آدمی هم باشه کنارم، مثلا یه هم میگم آره مثلا به دوستات هم بگو بیان، یه هم مثلا برای 10 نفر آشپزی میکنم و میرقصم، یعنی توی گوشیم آهنگ میذارم، یعنی ممکنه شکیرا باشه، ممکنه شجریان باشه، ممکنه ترچی باشه از هر قسمتی از شخصیتم و میرقصم جلو آینه، خیلی این کارم خیلی انجام میدم، میرقصم و میخونم، اصلا هم صدام اینا خوب نیست ولی حالا با خودم میتونم این کار انجام بدم. بعد فضای مجازی رو بخوام بگم، اصلا فکر نمی کردم. من یه کانال تلگرامی ساختم روزی که به ونزوئلا پرواز داشتم برای خانواده و دوستام که مثلا اینا دیگه همش نپرسن ونزوئلا چجوری خوبه امنه اینا، گفتم مثلا یه سری عکس و اینا بذارم. اصلا فکر نمی کردم که اون نوشته ها بخواد مثلا یه حد 100 تا بشه، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر. و اون اوایل راشو بخوای تو اینستاگرام هم همینطور خیلی میترسیدم که روی ایگوم تاثیر بذاره و گذاشت خیلی روی نفسم و خیلی همه بگم بری کار تو خودت بمون، فکر نکنی که، چون خیلی عجیبه تو مثلا تو سن کم مخصوصا به نظر من آدم خیلی مواظب باشه، این همه آدم دارن ازت تعریف میکنن و تو به نظر من چیزی که الان تمرین هر روز است، یعنی سعی میکنم تعریف ها رو از یه گوش بشنوم از یه گوش بذارم بیرون، اون انتقاد ها رو هم بشنوم، اون چیزایی که باعث میشه آدم بهتری بشم انتقادا رو بشنوم بپذیرم، اونایی هم که دارن چرت و پرت میگن و که واقعا از یه گوش دوباره بگیرم از یه گوش دیگه رد کنم، که هیچ کدومش منو نه خیلی بالا ببره نه خیلی پایین ببره، چون به نظر من تو اگر اعتبارت رو بدی به اون عدده، همون عدده میتونه تو رو خراب کنه، همون وابستگی است، اگر به اون عدده یا به اون آدم‌ها یا به همون فضا مجازی وابسته بشی به هر طریقی، همون خب میتونه بهت ضربه بزنه. و من هنوز خیلی الان مثلا من اینستاگرامم الان سر پریروز نرفتم و ممکنه یه دو سه روز نرم، ممکنه یه برم، و یه اپلیکیشنی دارم که باعث میشه من روزی بیشتر از 1 ساعت نتونم توی اینستاگرام باشم، چون احساس میکنم که اطلاعاتی که وارد میشه مخصوصا به خاطر ایران، الان من پارسال 3 ماه از کار و زندگیم افتادم و خیلی برام سنگین بود و الان دارم تعادل ایجاد میکنم که اطلاعاتو بگیرم، راجبش بگم، بنویسم، اون اکتیویسمی که باید دلم میخواد انجام بده رو انجام بدم، در این حال انگار دارم برای زندگی میجنگم، خود زندگیمو ادامه بدم، نذارم قطع کنه، چون باید، یعنی چیزیه که اونا میخوان که تو زندگیتو قطع کنی. هنوز که هنوز یه خیلی سختیه برام، دارم سعی میکنم هر روز تمرینش کنم، ولی یه احساس عشق و نفرت دارم نسبت به فضای مجازی، راستشو بخوای. آره من که قور زیاد میزنم کلا در مورد سوشال میدیا، یعنی آقا جونایی که بالای بالکن دارن عربده میکشن، منم دقیقا رابطه همینه، یه رابطه عشق و نفرتی دارم باهاش و خب برای کارم تور میذارم، کنسرت میذارم، پادکست میخوام ضبط کنم فلان و تبلیغات نیاز دارم واقعا خب به سوشال میدیا. بعد برام هم دیگه میدونی پادکستم و موزیک و اینام سورس درآمدمه که مستقیما ربط داره به اون سوشال میدیام، برای اینکه بتونم به گوش مردم برسونم. فکر کنم کارات هم دهودی بالاخره نمیدونم چقدر ربط داره به سوشال میدیا یا تبلیغات یا نمیدونم تو اون دنیا هستی اصلا یا نه، اصلا ربطی داره به درآمد زندگی یا کمکی میکنه اصلا به درآمد زندگی یا نه. ولی این چیزی که پیش میاد با این بحث ایگو واقعا یعنی کاملا درک میکنم و
من خودم این پادکست رو اصلا شروع کردم، فکر نمی‌کنم کسی گوش کنه، مثلا این همه آدم شکران گوش دادن، خب بعد یه جا به بعد داشتم سعی می‌کردم که ادای خودم رو در بیارم، چون انقدر متا شده بود همه چیز اینجوریه که خب من کیم، من چیم، مثلا چون اینقدر لخ بودم اون اوایل، بعد همونجوری که بزرگتر شد و شنونده بیشتر شد، یه ذره همه چیز یه دوره عجیب غریب شد تا دوباره خودم پیدا کنم تو این مسیر. و بازم مطمئنم که پسی بلندی خودشو خواهد داشت. یه روزایی واقعا احساس کوچیک بودم که یه روزی احساس حسادت میکنم، یه هرس و طمع دارم که بیشتر میخوام فلان، و مشاهده میکنم، یعنی به قول تو این اخلاقا رو، این لحظه ها رو که اینا میگذرد و دوباره برگردم سر جای خاکی خودم. میخوام بدونم که الان توی کار خودت، مثلا دیدم با سولر پاور هم داری کار میکنی الان. من توی این پادکست در مورد فارم زیاد حرف زدم و تازگی ها یک کیپ خیلی بالی از یه سری آدم دیوونه مثل خودم رو جمع کردم و میخوایم با هم دیگه یه فارم بگیریم تو آمریکا، یه حالت یه یوتوپیان مدین، چی میگم، مدین فاضله میشه به فارسی، یه جای یه فارم خیلی، یه کامیونیتی خیلی باحال کول، اون چیزی که از تو تصوراتم بود از روز اول با هم بسازیم، و الان مثل این برای اولین بار داره نزدیکتر به واقعیت میشه. خیلی هم به پرماکالچر و سلف سستینبیلیتی و سولر پاور و به همه چیز داریم فکر میکنیم در موردش. یکی بهم بگو که الان سولر پاور یک کار همجی پارت تایمه یا وان آف ثینگی بود که همجی باش عکس گذاشته بودی، و آره یه ذره در مورد این که اصلا خودت چقدر علاقه داری که برای خودت یه جا بالاخره نیمچه سلو داون بشی، چقدر بهش فکر کردی که مزرعه خودت یا زمین خودت یه جا بگیری، یه گوشه برای خودت بکنی، یه دنیای برای خودت بسازی، یا نه هنوز فعلا همچنان on the go هستی؟ فکر کنم سوال مورد علاقه من خواهد بود توی این. اون قبلش هم که گفتی راجع به درآمد، من این توضیح بدم که من کار داوطلبانه که میکردم، یعنی کار داوطلبانه جا و غذا به من میده ولی پولی به من نمیداد، و من هم تدریس انگلیسی میکردم آنلاین به ایرانیای خارج از ایران، هم برنامه‌ریزی سفر میکردم. اون دو سال اول قبل از کووید بود. کرونا که شروع شد کلن شروع کردم به تدریس انگلیسی آنلاین، چون کار داوطلبانه کسی قبول نمی کرد. و از موقعی که اومدم مکزیک، من یه سال با یه مدرسه خیلی دارم کار حضوری میخواست و از همون طریقم اقامت گرفتم که یه مدرسه حالت آلترنتیو سکول داشت، یعنی توی سیستم مکزیک نبود، توی یه روستایی اونجا مشغول به کار شدم با بچه ها، و الان هم که هنوز شاگرد انگلیسی دارم، مکزیکی هم شاگردام، ایرانی هم شاگردام، آنلاین تدریس میکنم. دلم نخواسته که سورس اینکامم از اینستاگرام یا فضای مجازی باشه، یعنی همیشه خودم گفتم حتی اگر مثلا من الان دارم کتاب مینویسم، میدونم که خب من الان باید، یعنی مخاطبم رو اگه دارم پس مخاطبم از فضای مجازیه. یا از دو سال پیش شروع کردم سفر گروهی برگزار کردن، حالت کارت تمام وقت، اونم هنوز نمیخوام که یعنی بگم من تور لیدرم یا تور برگزار میکنم، ولی سفرهای گروهی کانشس ساستینبل و گروه های خیلی کوچیک، و اونم الان یه سورس اینکامی برام شده که خب به هر حال اونم دارم از طریق فضای مجازی بهش پروبال میدم به قول معروف. اون سولار واقعا فقط یه تجربه یه 3 روزه بود که یه مترجم میخواستن که انگلیسی و اسپانیایی بلد باشه، یه دوستی منو معرفی کرد، همین هفته پیش بود. من 3 روز رفتم یه شهری، برام بلیط و هتلمو گرفتن، و خیلی هم برای اولین بار مثلا هتل من معمولا نمیمونم، مثلا خیلی برام کلیسه لاکچری بود. بعد و 3 روز بود، یه نمایشگاه سخت افزار بود، بزرگترین نمایش سخت افزار آمریکای لاتین، و من اونجا برای همین کمپانی مثلا جکری که سولار جنریتر دارن، و خیلی میگم با ارزشام یکی بود دیگه، مثلا مطمئنم اگه مثلا یه محصولی بود که اصلا به زندگی من یا فکر من نمیخوره، عمرم قبول میکردم، چون لذت نمیبرم از اون کار. مثلا باید 10 ساعت طرفا باشی با آدما صحبت کنی، و اینا تو گروهشون کسی نداشتن که اسپانیایی صحبت کنه. یه جوری من فقط داشتم تمام مدت ترجمه میکردم و به اسپانیایی با آدما توضیح میدادم، و خیلی لذت بردم از کاره. و همین فقط یه همکاری 3 روزه بود و ازش درآمد خیلی خوبی گرفتم، ولی فقط برای همون ساعتایی که بودم ساعتی به پول دادن و تموم شد رفت. بعد ترجمه داشتی تو این فرمای هیپی توری یا آدمایی که خیلی آف دی گرید توری زندگی میکنن یا نه، یعنی با مطمئنم تو پست خورده تو سفرات بخره کلی از این آدم، از اینجور آدم ها؟ خیلی خیلی. من توی نیکاراگوه
توی یه مزرعه کاکائو زندگی کردم 3 ماه که تماما، یعنی شیر آبو باز میکنی آب چشمه است. این به نظر من ثروت واقعیه که تو آبت اینجا تو مکزیک خیلی مشکل آب هست که تو شیر آبی که باز میکنی آب چشمه باشه، بتونی آب تمیز بخوری. و مزرعه بسیار بزرگه، 70% غذاشون خودشون پرورش میدن، چندین سال دارن کار میکنن. کاکائو یعنی شکلاتی که اونجا، چون شکلاتی که ما معمولا میخوریم از آفریقا نصفش کش میشه، بعد مثلا یه سری میره تا اروپا، بعد اروپا یه سری پروسش انجام میشه، بعد میاد تا آمریکا، انقدر این جابجا میشه تا برسه دست ما. بعدم موقعی هم که میخوریم اصلا درصد کاکائوش انقدر کمه، همه شیر و شکره. یعنی من اونجا اصلا تازه فهمیدم که اصلا کاکائو خودش چی میگن داروییه واقعا، و چقدر تو رو میتونه بالا ببره. خود کاکائوی واقعی رو اگر بخوری، اونجا فهم میکنم که خیلی آشنا شدم با زندگی همین ساستینبل. توی کانادا هم توی همون سالت سپرینگ آیلند خانواده که باشون زندگی میکردم، خب اصلا یه مزرعه داشتن و کلن کاملا رورال بودن، هم سیستم برقشون هم آبشون همه چیشون هیچ کدوم به دولت و بس نبود. و توی گواتمالا هم، یعنی بعد از اون جورایی انگار خودم هم جذب شدم به این سبک از آدم ها یا به این سبک از کامیونیتی ها. و توی گواتمالا هم دوباره جایی که موندم یه سال، دوباره هم سیستم برق هم سیستم آب، یعنی آدم ها کاملا سستینبل بودن. و من فهمیدم که چقدر مهمه و چقدر مهمه که به دولت وصل نباشی، یا چقدر آزادی میاره، چقدر ثروت میاره همین که اصلا بخشی از غذای خودت رو بتونی خودت کشت کنی. چون واقعا من فکر می‌کنم ما در آینده مشکلات جدی غذا و آب خواهیم داشت، در آینده بسیار نزدیک. و آرزوی خودم چرا هست؟ آرزوی خودم اینه که یه جایی زمین خودم رو داشته باشم و درختای میوه خودم و منگو و آووکادو و نارگیل خودم رو داشته باشم. و خیلی حالت مزرعه و مدرسه می‌بینم، چون من کار با بچه‌هام دوست دارم. یعنی دلم می‌خواد یه جایی باشه مثلا در 1 ساعتی یا 2 ساعتی یه شهری، یعنی نه خیلی دور از یه شهر، همزمان نه خیلی نزدیک به یه شهری، و آب و هوای حالا تروپیکال، نه خیلی حالا تروپیکال و هیومد، آب شیرین دور و برم باشه. اینا قشنگ رویا پردازی میکنم، آب شیرین دور و برم باشه و کامیونیتی آدمایی که دوست دارم، چند تا مثلا کلبه و خونه داشته باشیم و اونجا مدرسه و مزرعه داشته باشیم. چون به نظر من بچه‌ها هم، یعنی نسل‌های آینده، آدم بخواد چیزی بهشون پس بده، انقدر من وصل نبودم به چیزی که میخورم موقعی که مثلا تو ایران، ما اصلا حالا تو ایران که نیست بیچاره، کلا زندگی شهریه، اصلا فکر نمی‌کنیم مثلا این غذایی که داریم میخوریم مثلا کجا میاد. من اولین بار تو آرژانتین توی مزرعه کار کردم، روز اول بهم گفتن که برو گوجه و کاهو بکن، بعد من رفتم تا اون برای مزرعه بود 14 تا لاما بود توش، بعد من رفتم تا اون برای مزرعه، بعد هی به این گیاها نگاه می‌کردم، نمی‌دونستم کدوم گوجه فرنگیه کدوم کاهوه. و فهم کنم ملکا تو چقدر وصل نیستی، اصلا غذایی که داری میخوری اصلا درختش، اصلا کاکاوی میوه است. مثلا ما اصلا میدونستیم اینو، شکلاتی که همش داری میخوری مثلا کاکاوی میوه است واقعا و از درخت داره میاد، یا چقدر طول میکشه، یا چقدر آدم برای غذا ارزش قائل میشه، یا برای همین برق. مثلا همین وقتی آدم میرسه، شما که الان قراره اینو بسازین، آدم واقعا فهم میکنه مثلا من چی رو باز میکنم، آب گرم میاد. چقدر این چیز خیلی بزرگیه به نظر من، اینکه تو آب گرم تو خونت داشته باشی. 100% که هم دارم خورد خورد یاد میگیرم، هم آرزوم هست که حالا الان فهم میکنم هنوز خیلی دلم میخواد تجربه کنم، ولی چند سال دیگه 100% خودم رو میبینم که یه جایی ریشه بکارم و اینو نظر داشته باشم. و جاش برای تو ایدال تر اینجا، اگه قرار بود الان بگی من این منطقه یا این کشور یا این ناحیه، بخوادم اونجا برای تو کجاست که میبینی که این پروژه پیاده بشه؟ من برزیل. برزیل تو جالب. آره. فکر میکردم جواب برزیل باشه. من 2 ماه تو برزیل بودم، اونجا تو زمان جام جهانی ها داشتیم یه فیلم میساختیم و خیلی سفر کردم دور بر برزیل. و خیلی واقعا اصلا یه چیزی که سریع بگم فقط اینه که میدیم من خب موزیسینم، و بعد ما هر شهر و هر منطقه میرفتیم، اصلا من تو زندگیم فرهنگی میوزیکال تر از برزیلیا ندیدم. و توانایی این که هر کسی سر کوچه نشسته بودن، یا تو بقالی یا تو رستوران یا تو خونه، همه داشتن با هم ساز میزدن و میخوندن، و همه هم یعنی خدا بودن. یعنی من اصلا خجالت میکشیدم دارم ساز میزنم، انقدر همه خوب بودن. و اینا اصلا موزیسین چیز نبودن که مثلا کارشون باشه، همه برای تفریحشون بود. و اصلا اون ریتم و اون رقص و اون موزیک یه چیز خیلی همیشه باها موند که چقدر واقعا تو خونه این برزیلیا این موزیک قویه. و
آره چی شد که برای تو باز انتخابت به سمت برزیل رفت؟ یعنی بودی یه مدتی تو برزیل، یعنی توی سفرات دیگه نه؟ آره من 5 ماه در کل برزیل بودم. آخه یه سری دوستایی دارم که اونام دارن کامیونیتی درست میکنن توی برزیل و خیلی الان ذهن من اینه که مثلا مثلا توی استان بهیا یه جایی هست به اسم چپادا دیامانچینا، 5 ساعت شمال شهر سالوادوره که خیلی معروفه. سالوادور خیلی قشنگه، رفتم. خیلی قشنگه. بعد 5 ساعت شمالشه، اینا 100 هکتار زمین دارن، چندین نفر آدمن و چندین سال دارن روش کار میکنن، ولی از توی این زمینه یه رودخونه ابندنتی رد میشه. داره میگم رودخونه بود من، و کنارش هم میگم آب شیرین خیلی هست. و یکم برزیل که کوه آنچنانی نداره ولی تپه ها داره، آب و هواش یعنی نه اونقدر گرمه که تو دیوانه بشی، نه سرده، و نارگیل و کاکاو و منگو توش با آووکادو توش روش میکنه. برای همین هی تو ذهنم اینه که اونجا یکی از جاهایی که منو میکشونه که شاید اونا ملحق بشن. چه باحال. من میگم خودم این برام یه آرزویی که فکر میکنم الان بالاخره میگم با تیمی که داریم جمع میکنیم، بچه‌هایی که یه سریشون آرکیتکتن، یه سریشون سری هیپی دیفونه و یه سری آدمایی که کلا ویژنری ان و یکی بچه مثلا مهندس زمین و آب و داره واقعا نزدیکتر میشه به واقعی شدن این قضیه، به جای که همش حرفشو بزنم. چون آدم بعضی حرف یه چیزی میزنه ولی هیچ وقت انجام نمیده، اونجوری کنگوشاد میمونه آقا من حرف زدم، اما دیگه بعد تو ذهن خودت انجام دادی. ولی نه این دفعه امیدوارم که جور بشه همه چیز. چقدر عالی واقعا. من داوطلب خواستیم بعدم میام پیشت. تو آمریکا میتونی بیای یا باید ویزا بگیری؟ باید چیکار کنی؟ باید ویزا بگیرم حالا در آینده. یه سوالی که می‌خواستم بپرسم، می‌دونی یه سختیه که من خودم باش خیلی خب فکر کنم برای تو هم پیش میاد دیگه، تعادل بین مسئولیت و زندگی شخصی به عنوان ایرانی و اون مسئولیتی که نسبت به هموطنامون توی ایران داریم. چون آدمی که بالاخره یه ذره یه پلتفرمی داره یا مهم هم نیستن پلتفرم داشته باشه، به عنوان یک شخص اصلا کلن به اون احساس تعلق بودن بالاخره به جایی که ازش میای یا زبونی که صحبت میکنی، الان داره نزدیک داستان 1 سالگی مهسا جین امینی میشه و قتلش، و یادم اون اوایل که اتفاق افتاد دیدین خب خیلی همونم واقعا داشتیم این ور دنیا بودیم از این لحاظی خیلی درد میکشتیم، ولی واقعا خب سختی و درد واقعی و بچه که داخل ایران بودن و هر روز جونشون رو در خطر بود اونا داشتن واقعا میکشیدن. و یه احساس خیلی میدونی یه احساس خیلی بدی داشتم این ور دنیا که من چجوری میتونم کانتریبیوت کنم، چجوری میتونم کمک کنم، و دوست نداشتم که سکوت بکنم و چیزی نگم. و خب طبیعتاً ما همه سعیمون رو کردیم که اطلاع رسانی کنیم، صحبت کنیم با کلی بچه های داخل ایران، هی پادکست ضبط میکردم، سعی میکردم با بچه های مختلف در مورد مسائل صحبت کنیم که یه ذره به حتی اون موقع هم من سعی میکردم هی پادکست بسازم که بچه ها یه چیزی یه رفرنسی یه جایی داشته باشن که بتونن بیان یه حرفای جدا از حرفای کلیشه‌ای که توی اخبار میشنون هر روز، حرفای یه سری بچهای واقعی که تو خیابونا تو کف خیابون دارن جونشون هر روز در خطر میذارن بشنون. و ولی از این طرف هم متوجه نمیشدم که آقا زیادی غرق شدن تو اون دنیایی که الان از من خیلی دوره برای سلامتی روحی روانی خودم خیلی هم کار درستی نیستش. صبح و شب میگم تو هم گفتی 3-4 ماه از کار و زندگی آدم عقب میفته، و اون تعادل پیدا کردن بین اینکه آدم هم اکتیویزم خودشو دنبال کنه و کمک کنه و آگاه سازی کنه و هر کاری که در توانایش، میگم من همیشه فلسفه اینه که هر کسی اون در حد اون قدمی که میتونه برداره اگه بتونه برداره خب یه کمکی کرده به این جنبش. و میخوام بدونم که تو چجوری با کل این داستان دیل کردی و هنوزم داری میکنی. مرسی. من پارسال بعد از 4.5 سال ندیدن مامانم اومد دیدنم، و 12 سپتامبر یعنی یه سال پیش همچین روزهای مامان من برگشت ایران و من قرار بود که دوباره برم برزیل برای 2 ماه و بعد برگردم. برای همین کامیونیتی که از انارجابی صحبت کردم قرار برم اونا رو ببینم، و من 17 سپتامبر پرواز داشتم به برزیل. اینم بگم که 16 سپتامبر روز استقلال مکزیکه، اینجا جشنه، کل آدما تو خیابونن، بکر بزرگترین جشنای ساله. و من یادم ساعت 12 شب داشتم جیغ میزدم ویوا مهیکو ویوا مهیکو تو خیابونا، و صبح از خواب بیدار شدم پرواز داشتم به برزیل، و تمام مدت فرودگاه منتظرم که
منتظرم که سوار هواپیما بشم. اصلا میلرزیدم از اتفاقات و از شوک و بعد تمام دنیاشون راجع به صحبت میکردن و تمام 12 ساعتی که من تو راه بودم و تو پاناما توقف داشتم و تا برسم به برزیل اصلا تو شوک بودم. بعد من یه دوستی دارم توی CNN مکزیک چیز میکنه، کار میکنه، گفتش که همه دنیاشون راجع به ایران صحبت میکردن دیگه، هفته اول و هم بود، گفت ما میتونیم با تو مصاحبه کنیم با یه ایرانی که اسپانیایی بلده و میتونه ما توضیح بده، چون اصلا برای اونا اصلا مورالیتی پلیس مثلا گشترشار اصلا توی مایه هاست که چیه، یعنی چی اصلا، یعنی اصلا نمیفهمیدن. هنوزم که هنوز دوستای من میگن ما باورمون نمیشه یعنی چی مورالیتی پلیس، یعنی چی یه پلیسی رو تو خیابون که بهتون میگه اینو بذارین رو سرتون نذارین، و برام میگم خب آره منم قبلا گرفتم، میری یه جا عکس ازت میگیرن، بعد همین میذارن خانواده‌ات با حجاب درست‌تر بیان. خلاصه که چیزی که من تجربه کردم این بودش که مثلا رفته بودم مثلا این سفر جدیدی رو شروع کنم و به جای اینکه اصلا تو اصلا من از اون سفر برزیل هیچ چی نفهمیدم، این تمام مدت قلب و ذهنم تو ایران بود، مخصوصا اینکه اینترنت ایرانی که قطع کردن دفعه اول، قطع کردن 3 روز. من مصاحبه داشتم با CNN مکزیک، روز بعدش از خواب بیدار شدم دیدم ساعت 5 صبح خالم پیغام داد، اینو من هیچ جایی نگفتم ولی الان پروژه سر می‌خوام، 5 صبح خالم پیغام داده که ملیکا نمیدونم همه عکسای اینستاگرامم با مامانم بود، چون مامان من تازه اومده بود ویزیت، و عکس ها رو پاک کن، فامیلی تو پاک کن، پیج تو ببند، و مامان تو گرفتن. و من اصلا باورم نمیشه که بعد از 3 روز اینترنت نداشتن قراره همچین چیزی رو بشنوم. بعد دوباره همون روز من قراره سوار اتوبوس بشم از سالوادور 5 ساعت برم مثلا، اصلا نمیفهمیدم کجام، نمیدونم چه جوری سوار اتوبوس شدم، چه جوری با آدما صحبت کردم، چه جوری رسیدم. و جدا از یعنی اینا رو گفتم که بگم جدا از تجربه اتفاقات ایران برای خانواده‌ام، هم مامان من 2 روز تو زندان بود، نه به خاطر صحبت من، به خاطر صحبت من نگرش داشته بودم، بلکه به خاطر اینکه خودش روسری نداشت، شبش گفتم سرش کنه، گفته که نمی‌کنم، دوباره گفتن خانم سرت کن، گفته نمی‌کنم، جواب داده و بردنش و باشونم رفته چه شمال ایران. و خیلی برای من سنگین بود، مخصوصا اینکه احساس کردم که کسایی که خانوادهشون تو زندانن، من اون 2 روز احساس کردم که اللحاظ ذهنی مردم، یعنی احساس میکردم مثلا جهنم ذهنی رو دارم تجربه میکنم. گفتم اونایی که چند ماه خانوادهشون عزیزاشون تو زندانن اونا دارن چه زندگی هایی میکنن، یعنی خیلی عمیق‌تر انگار حالا وارد شدم، احساس میکنم که 100% ما هممون مسئولیم و وظیفه‌ای نداریم. مثلا آدمی که از ایران، حتی گفتم مسئولیم، من گفتم وظیفه نداریم، منظورم اینه که باید این نیست، یعنی نه باید صحبت کنیم، ولی همزمان چون ایرانی هستیم این احساس مسئولیتمون میاد که حداقل با اطرافیانمون، حالا لازم نیست حتما تو فضای مجازی باشه، بیا با آدمایی که دور و برت میبینی ازت میپرسن راجع به ایران یا هر چی، بیا واقعا واقعیت رو بهشون بگی. و احساس میکنم که پارسال حس مسئولیتی بود که من میخوام صحبت کنم، همزمانم میترسیدم که اتفاق برای خانوادم نیفته، یا هنوز هم این ترس همراهم هست که من اینجا میتونم صحبت کنم ولی تمام خانواده من تو ایرانم و اگه اتفاق برای اونا بیفته مثلا من چه حسی میکنم. ولی نه اشکال نداره، شاید در مورد این حسی که من داشتم میگفتم که از این طرف میدونیم میخوایم فعال باشیم و اکتیویسم کنیم، از طرفم برای اون سلامتی روحی روان خودمون شاید یه ذره بعضی وقتا چون یه ذره ماها جو زده میشدیم این برای دنیا احساس میکنم از اخبار، و من همیشه گفتم به خودم که اجازه نمیدم که کسی رو تشویق کنم که خود جونش رو در خطر بذاره یا یه کاری بکنه که اگه من خودم جرأت اون کارو نداشتم یا میدونی این برای دنیا گود کردم برای خودم دارم حرف میزنم، هیچ وقت اجازه نمیدم که به کسی، من فقط خودم به عنوان یک شنونده دوستانم بچه ها رو بیارم باشون حرف بزنم، در رو دل کنم، برم که نیازهای اونا، فکرهای اونا، دردهای اونا چیه، اینجوری من احساس میکنم که خیلی میتونم کانتریبیوت بکنم. و خواهی رو بدم که تو کلان فکر میکنی تو این یه ساله که گذشته اگر بخوای بگی که خب میدونی یه سری اتفاقه ها، یعنی بیشتر اتفاقه ها اتفاقه خیلی وحشتناک بودن واقعیتش، ولی خواهی بدونم از چیزهایی که جمع‌بندی هایی که میتونیم بکنیم تو این یه ساله به نظر تو جز بزرگترین دستاوردهایی که داشتیم توی این جنبش زن زندگی آزادی چی بوده به نظرت؟ بزرگترین دستاوردهایی که داشتیم
میدونم سوال خیلی پیچیده و بزرگ و چیزی جوابش بازه، ولی یعنی فکر میکنم الان فکر میکنم تو این یه ساله واقعا مثلا چه میدونم، برای من میگم همین که قضیه این داستان حجاب اختیاری و دختره که شجاعتی دارن که حجاب سرشون نمی کنن و عادی سازی شدن این قضیه که آخر دنیا نیست که حجاب سرمون برداریم و ما نمیخوام به کسی تحمیل کنیم که بگیم سرت باشه یا نباشه، فقط همه بحث ما خیلی بحث ساده عملیات بدن خودمون، آزادی خود بدن خودمون و انتخاب و اختیار خودمون تای خطش که میخوایم چی کار کنیم. یعنی از این ساده حالا بحث به ارزش‌ها و ایدئال‌های دموکراتیک خیلی بزرگتری هم تبدیل شده طبیعتاً جنبش برای فردای جمهوری اسلامی. ولی خودت تو حس حالت توی چیزایی که مطالعه کردی، بچه‌هایی که دیدی اکتیو بودن چیه دور و بر خودت؟ من احساس میکنم که یه چیزی که خودم برداشت کردم اینه که هیچ چی به اندازه این انسانیت مهم نیست. یعنی تو فالوور داشته باشی نداشته باشی، موفق باشی، فلانقدر پول در بیاری، اگر انقدر انسانیت نداشته باشی هیچ چی نیستی. یعنی این فکر کنم چیزی بود که برای خودم اومد بالا، که احساس کردم که همینی که میگی درد آدم ها رو، رنجشون رو انگار آدم رنج خودش میبینه و این بخش از همون انسانیت هست. که ببینی فرای این برچسب ها یا من کیم تو کی کارت چیه چقدر پول در میاری چقدر فالوور داری، نه ما همه انسانی و این درد و رنج ها مثلا از اون دیگه دنیا میان و اونجا بزرگ شدیم، این درد رو هر چقدرم دور بوده باشیم احساس میکنیم. این انسانیته برای من خیلی خودم بالا اومد که اصلا من خودم چقدر انسانم یا چقدر میخوام انسان باشم، چقدر میتونم رنج آدم ها رنج خودم بمونم، چقدر میتونم که همزمان زندگی خودم رو ادامه بدم ولی بتونم صدای اونایی باشم که صدا ندارن. و همزمان فهم میکنم که من متوجهم آزادی خیلی لایه داره. لایه 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 تو ایران ما الان داریم برای هم لایه اول لایه خیلی سطحیش داریم میجنگیم. و یکی از آزادی اینه که مثلا تو پارسال یه حمله هایی میشد، یعنی من خودم یه حمله هایی تجربه کردم، چرا امروز چیزی نگفتی؟ چرا مثلا فلانی رو دستگیر کردن تو هشتگ نذاشتی؟ ای بابا دارم تمام تلاشمو میکنم ولی حمله هایی میشد. حالا به خودم هم نمیگیرم ولی میگم اصلا کاملا و ضد آزادی است که اگر حال نمیکنی من برای تمام 500 نفری که کشته شدن نتونستم اسمشون رو بنویسم، اگر حال نمیکنی با این موضوع که من ننوشتم خب آنفالو کن، یعنی حداقل منو آزاد بذار بتونم پروسه کنم اصلا اطلاعاتی که دارم میگیرم و بعد بتونم اکتیویسممو انجام بدم، حالا اسم کسایی که میتونم ببرم و ببرم. آزادی خیلی لایه داره و ما خیلی کار داریم، ولی خیلی حس شادی به من میده که داره شروع میشه و داره آدم ها، یعنی نسل های جدید و خانواده ها و جوان ها دارن میفهمن که آقا من میتونم زندگی آزاد داشته باشم. بابا چه جایی قطع شد؟ ببخشید بچه، باز دوباره تو اوج حساسی که داشتی در مورد لایه های آزادی حرف می زدی، خیلی دوچه قشنگ حرف می زدی، ولی اگه یادته که چی داشتی می گفتی میخوای ادامه‌ش رو بده. همین لایه های آزادیه و همزمان که درد و رنج رو داره، این شادیه رو توی من به شخص میاره که ما بالاخره داریم میجنگیم و یا بالاخره حاضریم که هزینه بدیم، چون هر آدمی ما هممون هزینه خواهیم داد یا دادیم. مثلا من خودم متوجه شدم تو اعدامی های پارسال که من اصلا یادم اومد که ایفا بابا بزرگ من اعدام شده، پدر پدرم، و من پدرم هم از دست دادم الان 13 ساله و من که 19 سالگی خیلی درکی از این که اعدام چیه یا چرا نشدم و زنگ زدم به عمو و عمم که اصلا باشون در ارتباط نبودم خیلی، که داستان پدر بزرگ منو تعریف کنیم. و 44 سال پیش خیلی ها رو اعدام کردن، خیلی ها رو به جرم های مختلف. پدر بزرگ منم کلی مزرعه داشته توی همدان و اینو به جرم فئودال، چپی هم بوده 100%، خب و خیلی هم میشناختن، دوستش داشتن، اعدامش کردن. بعد گفتن ما اشتباهی اعدامش کردیم، دقیقاً همین کاری که الان دارن میکنن و زمیناش هم گرفتن. و موقع پدر من 25 سالش بوده، آمریکا هم درس میخونده، برگشته ایران و کلا تصمیم گرفته ایران بمونه زندگی کنه. و این درد و رنجشو من انقدر احساس کردم پارسال و فهمیدم که اوکی ما خانوادگی هزینه هایی دادیم و
و هنوزم میدیم و من الان تو خیابون نیستم، ولی حاضرم، واقعا حاضرم هر هزینه ای هست خودم بدم. و یا مثلا اینجا داریم میریم اعتراضمونم میکنیم تو همین حالا مکزیک که هستیم و تعداد کمی که هستیم، به نظر ما همه هزینه خواهیم داد، ولی همین که حاضریم که هزینه ها رو بدیم برای حتی نسل های بعدی یا برای آینده نزدیکتر یا برای لایه های بیشتر آزادی، به نظر من خیلی قشنگه. دردناکه ولی لازمه و خیلی قشنگه. آره دمت گرم، کاملا موافقم باهات. چی بگم دیگه، واقعا یعنی میگم ما انقدر لیرای تروماهای مختلفی داریم هممون، میدونی که بعضی وقتا اصلا یکی از احساس میکنم فنای این سرکوب کردن این دولتای خیلی اتوریتریان این همینه که تو رو هی زیر بار و خبر بد و با خشونت خیلی زیاد، قتل و دستگیری و شکنجه، یعنی هر روز میدونی ما غرقه یه سری اخبار و داستان یه سری آدم جدید دیگه هستیم و خیلی وقتا قبلی ها رو فراموش میکنیم، خیلی وقتا یادم میره که ببینیم که آقا فلانی چی شد، هنوز میدونی نیلوفر و الهه هنوز زندانن، نمیدونم کلی بچه ها هنوز زندانن، کلی آدم ها هنوز دارن سعی میکنن برای آزادیشون دارن میجنگن. و ولی میگم هر قدم و هر کار کوچیکی در توانایمون هستش بالاخره به نظر من در یه جهت درستیه. از اون ولی خب خیلی آدم واقع بینم هستم دیگه، میبینم که دنیای غرب چجوری برخورد میکنه برای منافع خودخواهانه شخصی خودشون، چجوری برخورد میکنن با ایران و واقعا حرفای قشنگ و شیرینی میان میزنن، مدلوم و مردمه، ولی در واقعیت هم یه جور دیگه برخورد میکنن و نتیجه گیری فقط واقعی که میشه که از این داستانی که سرنوشت ایران دست خود مردم ایرانه و واقعا کاریش نمیشه کرد به غیر از این به نظرم در حال حاضر. یه جور در مورد پدرت صحبت کردی و در مورد پدر بزرگت، نمیخوام میدونم اگه خیلی یه ذره حساس شاید این تاپیک و اینا، منم نمیدونم چقدر در مورد منم پدرم رو توی اوین کشته بودن چند سال پیش و میدونی دیل کردن با اینجور داستان ها واقعا، و هر خانواده ایرانی به نظرم با یه جور داستان مشابه به این دیل کردن. میخوام بدونم که تو راههایی که پیدا کردی که به سلامتی خود برسونی، به زندگی خودتو به یه جایی بری که تسلیم، من خیلی بدم میاد وقتی که خودم رو از یه دید قربانی نگاه کنم، چون همیشه قربانی بودن به نظر من داری قدرت میدی به اون آدمی که باعث اون خشونت یا باعث اون درد یا باعث اون حادثه شده و دوست ندارم با اون ویکتیم منتالیتی به قول معروف زندگی کنم و همه سعی و تلاشم رو میکنم که مسیری رو برم جلو توی زندگیم که بتونم واقعا به خودم خدمت بکنم و غرق شدن توی دردهای گذشته به کسی کمکی نمیکنه. درست شدن باید یاد بگیره فراموش نکنه و همه این چیزا، ولی برای خود من میگم توی این مسیر رو که با همه داستانی هم که بهش رو گوشم، از سایکدلیک تراپی تا ویپاسانا تا میدونین خود موزیک و تئاتر رو، همه این چیز رو بالاخره یه کاتارسیس ایجاد میکنه که من بتونم بیشتر کنار بیام با همه این داستان و مشکلات. میخوام بدونم برای تو این یه پروسه خودآگاه یا ناخودآگاه این دیل کردن با همه این شدت این غم و اینا، چه از لحاظ زندگی شخصی چه اجتماع و دنیایی که ازش میایم، تو خودت چجوری دیل میکنی با همه این داستانا؟ مرسی بابت این سوال. من احساس میکنم که سر همین داستان اخیر رو بخوایم بگیم، مثلا مثال این که من اصلا متوجه شدم که داستان پدر بزرگ من چیه و تو شوک بودم و دردی که پدر من احساس کرده. مثلا حالا من 25 سالمه، اون موقع بابای من 25 سالش بوده، میگفتم اون چجوری تونسته بدن بابای ادام شدهش رو بشوره مثلا. اصلا و پی برای بابام خودآگاهش این بودش که پی برای بابام نامه مینوشتم و میگفتم آقا یا به خواب من بیا، یا تو چجوری تونستی، تو چی بودی، تو کی بودی، تو با چه قدرتی تونستی این کار رو انجام بدی، و بعد تصمیم بگیری که ایران بمونی با اینکه میتونستی از ایران بری مثل خواهر برادرات، بعد تصمیم بگیری ایران بمونی و حالا همیشه میخواسته انتقامه رو بگیره، ولی اون کسی که بابا بزرگم
حکم اعدام و داده، خودش بعدم به طرز فجیحی سلامتی و سرطان و اینا خودش فوت کرده، مرده. و خیلی علاوه خداگاهش سعی میکردم که اون درده رو که تو وجودم رو حسش کنم و درکش کنم و حالا بهش معنی بدم و بذارم همجوری بیار و بره. و از دیدم الان نسبت مرگم خیلی تغییر کرده، مرگ رو ته نمیبینم یا صرفا چیز بعدی نمیبینم، فهم میکنم تولد دوباره از اینجا تو مکزیک هم خیلی جوری که به اصلا روز مردگان دارن و جشن میگیرن. و برای همین اون مرگه برام سیاهی نبود، بیشتر حالا مواجه شدن با اینکه تو پدرت اعدام شده یا با بزرگم. یادم خیلی نزدیک به آدمه، من چون ندیدمش شاید به نظرم گاهی دور میاد ولی خیلی آدم نزدیکیه. بعد ناخودآگاه بخوام بگم اینو، فهم کنم که یه شخصیتی از من الان میخوام بگم که هیچ وقت تو فلا تو اینستاگرام اینا نگفتم، ولی فهم کنم پادکست تو جای امنی باشه. من یکی از دوستام لیسای دوست آمریکایی دارم که تو گواتمالا توی روستا با هم زندگی میکردیم. این تعداد 40 سالگیش 6 فوریه بود، اومد امسال خونه من توی جنوب مکزیک و کلبه من رو یه دو سه روزی اونجا بود. بعد با خودش گامی ماریجوانا آورده بود. بعد میگفت دقیقا حالا منم تو جانویه بود که آخه محمد حسین کرمی تو جانویه بود که اینو اعدام کرده بودن، دقیقا یه ماه قبلش. من تو این یه ماه همش داشتم به داستان اعدام پدر بزرگم فکر میکردم، به داستان بابام و همش دلم میخواست آقا یه دیتیلی بگیرم، به بابای 25 سالم فکر میکردم، میدونی، به اینکه چجوری تونسته ته سیاهی بره و از اون سیاهی خورشو بیرون بیاره. چیزی که ناخودآگاه برای من اتفاق افتاد اینه که این لیسا گیر داده بود که ما امشب یا این گامیای ماریجوانا رو بخوریم. منم چون گوشت و اینا نمیخورم خیلی سریع بدنم، حالا چه ماریجوانا باشه چه حالا هر داروی گیاهی که باشه چه قارچ جادویی باشه، مغزهایی هستن که رو زمین رشد میکنن و برای ما هستن که حالا استفاده کنیم و اینا خیلی منو سریع میگیره، خیلی خیلی سریع میگیره. گفتم ببین من نصفشو میخورم و اینا. آقا ما نصف اینو خوردیم، نشسته بودیم دور میز و دو تا دوست دیگه هم بودن. بعد من بعد از چند دقیقه قشنگ بابای من یه عکسی داره، موهاش اینجوری افرو فرفریه زمانی که آمریکا درس میخونه مثلا 50 سال پیش، بعد عینک بزرگ دودی مدلای اون موقع دیگه. بعد این عکسه، یعنی عکس بابای جوون من اومد یهو، من گفتم وای بچه‌ها من باید برم بابامو دیدم. بعد اینا همینجوری من نگاه کردن که چی داری میگی، گفتم نه من بابام دیدم. یعنی یه تصویری اومد و واضح شد. و من هیچ وقت تو سفرهام خیلی چیز این که بخوام یه چیزی ببینم به جز واقعیت، هیچ وقت این تجربه رو نداشتم قبلش. رفتم تو دستشویی، در رو بستم و زدم زیر گریه، گفتم بیا من آمادم و تو بیا. و فقط این تصویره اومد، داشت میخندید، هیچ چیز عجیب غریبی بخواد صحبت کنه اینا نبود، فقط داشت میخندید، چشماش خوشحال بود، لبخند بزرگ روی لبش داشت و با چشماش، یعنی که پیغامی که من دریافت کردم این بودش که تو همش داری فهم میکنی من کیم. آقا من تو هم یه الان بچه 25 ساله ای که ایرانی، خارج از ایرانی، منم اون موقع همچین چیزی بودم و یه اتفاق برای بابام افتاد، من تو هم. یعنی خیلی دنبال این که من کیم و توی چه سیاهی بودم نگرد، من تو هم و همچه اتفاق برام افتاده و اینجوری یه دیل کردم و هزینه دادم و همش. و خیلی هم خوشحال بود بابت این، مثلا گفت الان ناراحت نباش بابت این درد، ما جزوی از این تاریخ هستیم، ما باید این هزینه ها رو بدیم، ما باید کشته بشیم، ما باید زندانی بشیم، مثلا همین گفت اینجوری بهش نگاه کن. و خیلی برام دردآور بود اینجوری نگاه کردن که ما باید این هزینه ها رو بدیم، ولی میگفت بهش اینجوری نگاه کرد که اصلا شاید روح ما به این دنیا اومده که این هزینه ها رو بده و این داستانا رو بگه و مسئولیتش الان تو این دنیا اینه، حالا برای آدمای بعدی. و بعد تصویر پدر بزرگ، حالا بعد دوستام هم هی در می‌زدن میگفتن تا خوبه، من گفتم با بزرگم اومد و دوستام میگفتن بابا ملکا خوبی، حالت خوبه. با بزرگم تصویرش خیلی کم رنگ، اونم تصویر یه عکسی که ازش دارم دیگه، چون من هیچ نه فیلمی ازش دیدم نه خاطره‌ای دارم باهاش، یه عکسی که ازش، و اونم داشت می‌خندید، انقدر خوشحال بودن جفتشون. و بعد من گفتم من میخوام راجع به این بنویسم، من باید جفتشون گفتم باید بگی بگو. گفتم من اگه صدایی دارم و چند نفر آدم دارن به من گوش میدن، پس من باید این داستانو بگم راجع بهش. و اینجا اولین جاییه که انقدر واضح راجع بهش گفتم. ولی ناخودآگاه اتفاقی که برام افتاد این بود، یعنی تو ناخودآگاه هم انگار این سفره بود و من جفتشون رو دیدم و جفتشون هم خیلی خوشحال بودن، نه
غمی بود، نه دردی بود، نه ترامایی بود. خیلی برای من درمان کننده بود واقعا. چرا قشنگ، خیلی 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 زیبا بود و خیلی هم خوب توضیح دادی و فکر میکنم خیلی خوبه که آدم ها میدونی این داستانه بقیه هم بشنون و بدونن که توی این پروسه تنها نیستن. یه چیزی که روز اول توی این پادکست ما خیلی در مورد صحبت کردیم که هممون هم میدونی داریم با همچین چیزهایی داریم میجنگیم و هر کیم برای خودش یه چیزی پیدا میکنه که کار میکنه براش که حالشو بهتر بکنه. ولی آره خیلی 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 جالب بود و میخوام اینو بدونم که الانم مثلا توی پروسه و برنامه های بعدی تو چقدر مثلا الان داری فکر میکنی به 5 سال آینده، 10 سال آینده، یا خیلی خیلی حضور لحظه ای تر داری، خیلی پریزنتری الان تو زندگی بعد از تمام این سفر و مدیتیشن ها و تجربه ها و بالا پایین ها؟ اینم فکر کنم سوال آخرم باشه برای تو، بعدشم میذارم مرخص شی، خیلی سرتو درد آوردم. نه صد درصد یه ویژنی دارم از آینده نزدیک، نه آینده دور. مثلا فهم میکنم که خب من دلم میخوام امسال کتابم تموم بشه، بعد اینجا چاپ بشه، بعد برم مثلا تور کتاب بذارم، بعد برم چند ماه آفریقا مثلا. بعد از اون یه ویژنایی دارم، خیلی هم بازم که همش به هم بریزه چون معمولا برنامه ریزی دقیق هم نمیشه کرد برای زندگی. ولی خیلی میگم روزانه 100% که برنامه ریزی هایی دارم برای آینده نزدیک، نه خیلی دور. یا مثلا همون هدف گنده هست یا اون ویژنه هست، میگم اوکی مثلا من اگر الان دلم میخواد یه روزی مزرعه داشته باشم، مثلا پرماکالچر یاد بگیرم، اینو یاد بگیرم، این چیزها رو فودفود یاد بگیرم، همش در راستای اون هدفه. ولی هر روز که بیدار میشم میگم فقط امروز فکر کن، فقط امروز رو داری، واقعا نمیدونی که فردا چی میشه. یا مثلا کرونا بود، بعدم اتفاقات ایران بود، یعنی آدم همش میدونه که زندگی قراره یه جدید قشنگ بیاد یه محکم سیلی میزنه تو صورتت. و همین که بدونی تو امروز رو داری و امروز میتونی لذت ببری و همین قدمی که امروز برمیداری، حالا فردا قدم بعدیشو برمیداری، بعد همش میرسه به اون آیندهه. یعنی خیلی هم سعی میکنم که فوکس نکنم روی آیندهه بلکه روی همین امروز. اسم کتاب چی خواهد بود؟ داری تایتل داره؟ نه هنوز که هنوز نمیدونم، واقعا نمیدونم. خودم هم برام سواله که چی خواهد بود. من که خیلی کنجکاوم و امیدوارم تمامش کنی تو تر بشینیم بخونیم اینا و خیلی جذابه چون دست به قلمت که خیلی خوب با داستانه و زندگی خودم خیلی جذاب و شنیدنیه و مطمئنم که کلی میتره کنه. یعنی خیلی 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 خوشحال شدم با صحبت کردم امروز ملیکا و دوستم که برگردی بیان تازه با هم داریم آشنا میشیم. فکر میکنم خیلی میتونیم بیشتر بشکافیم یه سری بحث رو و حتی بریم تو دیتیل یه سری سفرهای بیشتره، یه سری حتی تکنیکال تر بشه آدم چون یعنی از چیزای خیلی ساده مثل چی پک میکنی، تو کجا شب میخوابی، با حواست به چی باشه، تا نمیدونم از این شهر میری به اون شهر به چه دایتی حواست باشه، نمیدونم هزار تا سوال که ممکنه برای خیلی از بچه‌هایی که مسافرن و میخوان برن سفر. خلاصه خوشحال میشم که برگردی با هم دوباره صحبت کنیم. مرسی، حتما. منم خیلی لذت بردم و خوشحالم که بالاخره تونستیم که صحبت کنیم با هم دیگه. مرسی رام، ممنونم. قربونت برم، میبینمت. مرسی. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با